با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در خانم مباشرتان لطفا مایکتون رو ببندید و جلسه رو شروع بکنید. خانم مباشرتان من مایکتون رو بستم، جلسه رو شروع بکنیم. مرسی از شما. سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان حاضر در جلسه، همراهان عزیزی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. جلسه هماندیشی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 11 یونی سال 2022 در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. من در ابتدای سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمتون عرض میکنم. سرکار خانم بهار زرین‌پور با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1401، سرکار خانم نرگس مباشری‌فر با کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 1 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای نوید بهداد با موضوع قتل‌های قانونی سال 1400، سرکار خانم پریسا نیکونام نظامی با موضوع تحصیل زنان اقوام و جناب آقای فرشاد عرابی با موضوع دشمن خفته در خاک میم. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع شکنجه ممنوع. دوستان و همراهان عزیز هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدا از خانم بهار زرین‌پور دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1400 رو خدمت شما عزیزان بیان بکنن. خانم زرین‌پور بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. صدام میاد؟ درود بر شما. بله بفرمایید، صداتون هست. سلام عرض و ادب خدمت دوستان و همکاران گرامی. اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی الان میشه دوربینم رو خاموش کنم؟ ببخشید تو رو خدا. میدم چه؟ بله مشکلی نیست، خاموش کنید. بله. سلام و عرض و ادب خدمت دوستان و همکاران گرامی. اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت خرداد 1401 را به حضورتان اعلام می کنم. روز یک شنبه 25 اردیبهشت حکم اعدام یک کودک مجرم که بیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود و در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد. هویت این زندانی مهراب صالحی 20 ساله عنوان شده است. در این گزارش به نقل از نزدیکان این زندانی آمده از مهراب صالحی متولد اسفند 1381 بوده و در دیماه 1398 زمانی که 16 سال و 10 ماه داشت به اتهام قتل بازداشت شده بود و گفته می شود که این متهم پیش از این دو بار پای چوبه دار رفته بود و هر بار با اخذ مهلت از اولیای دم به سلول خود بازگشته بود. شاکیان این پرونده طلب خون بهای 1,500,000,000 تومان کرده بودند که خانواده وی موفق به تهیه آن نشدند. اجرای حکم اعدام 5 زندانی در زندانهای عادل آباد شیراز و دستگرد روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه حکم اعدام یک زندانی که بیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. بنابر خبری دیگر روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 4 زندانی در زندان عادل آباد شیراز از اعدام آنها بیشتر از بابت اتهام مرتب به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. خبرهای دریافتی و منتشر شده توسط رسانه ها تنها در دوشنبه 32 خرداد ماه در زندان های مینیاب، شیروان، ارمیه و زنجان دستکم 30 زندانی اعدام شدند. در میان زندانیان اعدام شده دستکم یک زن زندانی از زندان عامه وجود دارد. سحرگاه روز دوشنبه 2 خرداد 4 اعدام در زندان
مینا به نام های مصدق ملاحی، فرزند یوسف، محمد سرخرو اهل میناب و عباس کمالی اهل جاسک به اتهام مواد مخدر و یک زندانی در زندان زنجان به اتهام قتل اعدام شدند. این اخبار مغایرت دارد با هدف 16 از اهداف سند 20 یونسکو، ارتفاع جامع صلح جو و فراگیری برای توسعه فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت مؤسسات کارا قابل اعتماد برای همه و در همه مصدر و همچنین مواد اعلامی جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسان توسط قانون، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. بازداشت ایوب و داوود شیری توسط نیروهای امنیتی در تبریز. ایوب و داوود شیری فاعلین ترک آذربایجانی پنجشنبه 29 اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گفته یک منبع مطلع از بازداشت این شهروندان در عین خروج از مراسم عزاداری در یکی از مساجد تبریز و دیگری در محل کارش صورت گرفته است. زمانه زویه از فعالین مدنی اهل سقز که بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بود، بیت روزهای اخیر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستانی مخالف نظام به تحمل 10 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه رسما به ابلاغ شده است که زمانه زویه 29 ساله و فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه پیامینور سقز روز دوشنبه 9 بهمن سال گذشته با هجوم نیروهای اداره اطلاعات به منزلش بازداشت شده و پس از 23 روز حبس با وثیقه 300 میلیون تومان موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. زمانه زویی مادر یک کودک 4 ساله است و در ایام بازداشت از حق ملاقات با خانواده و همچنین حق دسترسی به وکیل و محروم بوده است. اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در چهارمین روز بازداشت و احتساب قضایی خود به سر میبرند. اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه همراه شعبان محمدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از لحاظ بازداشت احتساب قضا کردند و اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان و بازرسی شورای هماهنگی تشکیل‌های صنفی فرهنگیان بیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. این اخبار مغایر دارد با هدف 16 از اهداف سند 20 یونسکو، ارفاع جامع سرجو و فراگیری برای توسعه پایدار و دسترسی به عدالت برای همه و همچنین مواد اعلامی جهانی حقوق بشر. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، 14 اردیبهشت 1401 یک زن بلوچی 33 ساله به علت نبود امکانات پزشکی در بیمارستان جوادالامی نرمان شیر جان خود را از دست داد. از خوبیت او اطلاعی در دسترس نیست. یکی از بستگان او گفت که با وجود نبود امکانات در بیمارستان به خانواده وی خودداری کردن و خانواده این زن بلوچ با اعلام نارضایتی از مسئولین بهداشت و درمان و بی‌تفاوتی نسبت به فراهم کردن امکانات بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بم عامل مرگ این زن بلوچی انمان کردند. این خبر مغایر دارد با اهداف سند 20 یونسکو، هدف 3 تضمین زندگی سالم و تروج وفا برای همه در تمام سنین، هدف 16 تروج و جامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای
مؤثر پاسخگو و فراگیری در تمام صدور و همچنین مواد اعلام جهانی حقوق بشر. ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی مالی، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. نظام برهی زندان سیاسی در هفتمین سال حبس خود در زندان شیبان اهواز از روز دوشنبه 9 خرداد ماه دست به احتساب قضا زده است. تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل احتساب این زندانی اطلاعی در دسترس نیست. نظام برهی فرزند سلمگان اهل حمیدیه است که متولد 1365 که در تاریخ 17 مهر 1384 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و آقای برهی در زمان بازداشت هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بود. وی نهایتاً به اتهام اقدام بر علیه امنیت ملی و مهاریه با خدا و افساد فن‌الارض از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به حبس ابد محکوم شده است. این خبر مغایر دارد با هدف 16 از اهداف سند 20 یونسکو ارفای جامعه سرجو و فراگیری برای توسعه پایدار و دسترسی به عدالت برای همه و همچنین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی و توسط قانون ماده 9 عدم توقف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، یکی اردیبهشت 1401 خودروی یک سوختبر بلوچ بر اثر تعقیب و گریز توسط ماموران اداره اطلاعات واژگون شده و راننده آن جان باخت و هویت او رسول بخش عبدالخالق صدیقیان فرزند جان محمد اهل شهرستان سروان عنوان شده است. وی در محور گلشن به سروان در حال سوختبری بوده که ماموران اداره اطلاعات وی را مورد تعقیب با جهت توقیف خودرو و مصادره انبار قرار دادند و او از ترس مصادره انبار خود توقف نکرده و منجر به واژگون خودرو و جانباختن او شده است. سوخت بران بلوش به دلیل نبود شغل مناسب اقدام به کار پرخطر و سوختبری می کنند و مسمومیت یک کلبر بر سقوط از ارتفاع ناطق مرزی نوسود جمعه 2 اردیبهشت ماه یک کولبر در پی سقوط از ارتفاع مرزی شهرستان دچاره مسمومیت شده و هویت این فرد میسم سیفی اهل روستایی از توابع شهرستان کرمانشاه عنوان شده است. این کولبر از ناحیه مچ پا دچار شکستگی شده و جهت مواد مراکز درمانی منتقل شده است. کولبری که شغل کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی دهاتن مراجع به خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزی کشته یا زخمی می شوند. 11 خرداد 1401 سوختبر بلوچ چی بر اثر تیراندازی گازوئیل در شهرستان خاش زخمی شده و هویت آنها حمیدالله کبدایی و اصغر کبدایی فرزند حمیدالله عنوان شده است. گفته می شود رئیس نیروهای یگان امداد خاش جهت اقضاء و رشوه از سوخت برای در مورد کنیش و به کار انداخته کمین کردند که موفق به دریافت مبالغ هنگفت و رشوه از شماری از سوخت برای در ازای عبور شدن و تانکر هایی که در توانایی پرداخت مبلغ نجومی از را نداشته توسط آنها مورد تیراندازی مستقیم قرار گرفته که باعث واژگونی یک دستگاه تانکر حامل سوخت شده است. آنها پس از تیراندازی به سمت سوخت برای اقضای از آنها بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمانی دو شهروند زخمی شده و از محل واقعه متواری شدند. این اخبار مغایر دارد با اهداف سند 20 یونسکو هدف 3
تضمین زندگی تمام و با سلامت درود و رفاه برای همه، هدف 8 حمایت از اشتغال شرفمندانه کارآفرینی خدمت کوچه بر متوسط و کاهش بیکاری، همچنین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون بشر. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و مالی. ماده 23 حق امنیت شغلی. سنندج انفجار میم جان یک سرباز ارتش. خانم زرینپور، چون تایمتون هم داره تمام میشه، در حد یکی دو دقیقه فقط جمع‌بندی بخورید ممنون میشم. باشه، خیلی ممنون. فقط این اخبار آخریش تموم میشه. ارتش جان یک سنندج در شهر سنندج جان باخت و منابع تر گفتن که عادل قربانی در محوطه پادگان لشکر 28 پیاده کردستان، این خبر مقادر با اهداف سند 20 یونسکو، هدف 16 شهرها و اقامتگاه‌های بشری برای توسعه پایدار دسترسی به عدالت برای همه، ایجاد نهادها و مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مواد اعلام جهانی حقوق بشر. ماده 2 حق حیات برای همه و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا. ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و مالی. ممنون که گوش کردید. سپاسگزارم خانم زرینپور، متشکرم از شما. بله، اخبار نقض حقوق اقوام و کلا اخبار نقض حقوق بشر متاسفانه خیلی زیاده و اگه بخوایم همه رو اینجا عنوان کنیم واقعا شاید چند ساعت زمان میبره و نمیشه همه رو واقعا گفت. برامی سعی میکنیم خلاصه‌ای بگیم و دوستان هم میتونن برای گزارش تکمیلی خوندن کامل اخبار به وبسایت کمیته اقوام مراجعه کنن و اخبار به طور کامل و با تشریح اونجا هست، میتونن کامل مطالعه بکنن. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر، دیدگاهی دارن یا میخوان نکته اضافه بکنن، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. سپاس از همه همکاران، متشکرم. از خانم نرگس مباشریفر دعوت میکنم. خانم نرگس مباشریفر با موضوع کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 1 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم مباشریفر بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، همکاران گرامی، و امروز در رابطه با کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی که در تاریخ 21 دسامبر 1965 میلادی مصادف با 3 آبان 1344 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید صحبت کنیم. خب در ابتدا دول عاقد این قرارداد رو خدمتتون اعلام میکنم که نظر به این که منشور ملل متحد مبنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شدند که منفردن و مشترکن با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدف‌های ملل متحد، یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام کنند. نظر به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کنه که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت حقوق متولد شدند و باید بتونن از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در اون اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیث نژاد، رنگ و یا ملیت برخوردار باشند. و نظر به این که کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر هستند و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبع از یکسان برخوردار باشند. به این که ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های
تفکیک و تبعیضی رو به همراه داره، به هر شکلی و در هر محلی که موجود باشه محکوم میکنند و اعلامیه مورخ 4 دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به هر کشورها، به همه کشورها و ملل مستعمره، لزوم ختم سریع و بی قید و شرط استعمار رو تایید میکنه و رسما اعلام میکنه که این قطعنامه در تاریخ در دوره 15 مجلس عمومی رسما اعلام شده. نظر به این که اعلامیه مورخ 20 نوامبر 1963 ملل متحد یا همون قطعنامه 1904 دوره 18 مجمع عمومی راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی و رسما لزوم رفع سریع کلی اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی رو در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی رو مورد تایید قرار داده. با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و توقف مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملا مردود و اخلاقا محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک هست و تبعید نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نیست، با توجه باید تایید مجدد این تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملل بوده و امکان داره که صلح و امنیت بین ملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص رو در داخل یک دولت مختل کنه. با اطمینان به این که وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست، با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از کشورهای جهان مشهود هست و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی، مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه ها و رویه های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشه. با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین المللی کار در سال 1985 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد یونسکو در سال 1960 به تصویب رسیده و با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ صریح تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت کردند. خب بخش یک ماده یک اینطور میگه که در قرارداد حاضر اصطلاح تبعیض نژادی اطلاق میشه و به هر نوع تبعیض و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که بر اساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منبع منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر اون رو از بین برده و یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادند، شناسایی یا تمتع یا استیفا در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشه. قرارداد حاضر ناظر بر تمایزات و ممنوعیت ها و محدودیت ها و یا رجحاناتی است که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل میشه و این مستمر نیست. و اینکه مقررات قرارداد حاضر را نباید یه طوری تفسیر کرد که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت
و قبول تابعیت به نحوی از انحاء مؤثر عموم واقع بشه. مشروط بر اینکه مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشه. تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروه‌های نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در شرایط متساوی محتاج حمایت اتخاذ شده باشه، به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی داره تلقی نخواهد گردید. مشروط بر این که این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروه‌های نژادی مختلف نباشه و از حصول هدف‌هایی که مورد اتخاذ تدابیر مذکور گردیده بوده ادامه پیدا نکنه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل سوم نوشته شده دولت جمهوری اسلامی ایران موظفه برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود رو برای امور زیر به کار ببره، که خب من فقط ماده 9 رو خدمتتون عرض می‌کنم که در رابطه با تبعیضات هست. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. خب این یه قانون هست که در قانون اساسی کشور ما فقط نوشته شده، اما آیا در عمل امکانات عادلانه وجود داره؟ در شهرهای مرزنشین کشور خصوصا در سیستان و بلوچستان هر روز شاهد مرگ کودکان بلوچی هستیم که به دلیل وجود محرومیت و نبود امکانات تفریحی یا در کودک ها غرق میشن و یا طعمه تمساح ها میشن. آیا میبینیم به دلیل نبود امکانات پزشکی هر روز چقدر از افراد این خطه از سرزمین ما در مراکز درمانی فقط به دلیل نبودن امکانات جان خودشون رو از دست میدن؟ اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشه، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات اون در مدارس در کنار زبان فارسی آزاده. این از خیلی بسیار جالبه و به قولی قابل تأمل هست، چرا که همه ما روزانه میبینیم که چقدر از مدرسین زبانهای کردی به بهانه تدریس زبان مادری به دادگاه ها احضار میشن، مورد بازجویی قرار میگیرن. همچنین در اخبارها میبینیم خیلی از مدرسین محکوم به حبس و یا در بعضی مواقع حتی تبعید میشن. اما به چه جرمی؟ به همون جرمی که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی خودشون تدریس زبان محلی و مادری رو آزاد دونستن. در اصل 19 نوشته شده مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها مانند سبب امتیاز نخواهد. اما آیا این واقعیت جامعه رو نشون میده؟ در طی 41 سالی که جمهوری اسلامی ایران روی کار آمده، آیا تا به حال شنیده اید که یک بلوچ حتی به کاندیداتوری ریاست جمهوری راه پیدا کنه؟ آیا دیده شده که یک شهروند کرد یا گیلک یا ترکمن و یا هر قوم و قبیله ای که در کشور پهناور ایران زندگی میکنن بتونن در صدر مقام های جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشن؟ دولت مردان ایران فقط یک چیز رو بلد هستند و اون هم شعار دادن هست، و این شعار دادن به این معناست که میخوان در جوامع بین المللی عنوان کنن که ما حقوق ذاتی و شهروندی مردم خودمون رو رعایت میکنیم، ولی وقتی به بطن جامعه ورود میکنیم میبینیم که این قوانین فقط در حد شعار و نوشته است و هیچگاه به قوانینی که خود وضع کردن عمل نمیکنن. در اینجا باید بدونید که ما فعالین حقوق بشر تنها با آگاهی رسانی و افشاگری میتونیم موارد نقضی رو که در جای جای وطن خودمون اتفاق میفته رو به گوش جهانیان برسونیم و این امید رو داشته باشیم که روزی مردم کشورمون با آگاهی کامل از حقوق خودشون دفاع میکنن. ممنون هستم از شما که گوش بردادید به صحبتهای من و من مایک رو رها میکنم. اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. سپاسگزارم خانم مباشری فر، توضیحات رو کامل دادید شما. همونطور هم که فرمودید متاسفانه توی کشورمون تنها چیزی که واقعا شاهد نیستیم عدالت اجتماعیه،
عدالتی که بین مردم واقعا توی قانون اساسیمون بارها تکرار شده ولی هیچ کدومش واقعا اجرا نمیشه، حداقل ما ندیدیم که اجرا بشه، علی خصوص در رابطه با اقوام، اقوامی که متاسفانه در بدترین محرومیت ممکن توی کشور دارن زندگی میکنن، از هیچ امکاناتی برخوردار نیستن. حالا تو همون اصل 19 که شما فرمودید نوشته که رنگ و زبان و قومیت باعث امتیاز نمیشه. حالا امتیاز که نمیخوان امتیاز بدن، حداقل حقوق مساوی بدن با بقیه، ولی میبینیم که همچین چیزی نیست. توی بلوچستان، توی کردستان، توی خوزستان میبینیم که حتی آب آشامیدنی که دیگه واقعا اصلا دغدغه هیچ کسی توی هیچ جای دنیا نیست، آب آشامیدنی سالم ندارن، کار ندارن، هیچ گونه امکانات رفاهی ندارن، بهداشت ندارن و متاسفانه این روز به روز هم داره بیشتر میشه. امیدوارم واقعا روزی برسه که حداقل به همین قانون اساسی که خودشون نوشتن یه ذره پایبند باشن و یه ذره بهش عمل بکنن. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با صحبت‌های خانم مباشری‌فر نقطه نظر دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب ممنون از همه دوستان، سپاسگزارم خانم مباشری‌فر. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای نوید بهداد با موضوع قتل‌های قانونی سال 1400. آقای بهداد بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. قتل‌های قانونی سال 1400، اعدام مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات هایی است که در ایران انجام می شود. اتهاماتی که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است شامل قتل، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تروریسم، رابطه جنسی با محارم، زنای محصنه و زنای غیر محصنه، رابطه جنسی نامشروع، لواط، همجنسگرایی، سوء رفتار جنسی، تنفروشی، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی سیاسی، خرابکاری، آتش افروزی، شورس، ارتداد، کفگویی، اخاذی، جعل، قاچاق، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تهیه یا توزیع خوراک، نوشیدنی، لوازم آرایشی یا بهداشتی که مصرف یا استفاده از آنها منجر به مرگ می شود، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، تکرر در متهم کردن دیگران به صورت دروغین به انجام زنا به صورتی که منجر به اعدام فرد بیگناه می شود، تکرر در انجام دزدی، برخی جرائم نظامی مانند فرار از صحنه جنگ یا همکاری با دشمن و غیره، محاربه جنگ با خدا، فرستاده خدا و حکومت اسلامی، مفسد فی الارض، جاسوسی و خیانت است. طبق آمارهای به دست آمده از سازمانهای حقوق بشر ایران، بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارا می باشد. این کشور بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علی‌رغم این نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند اغراق شده هستند و اعدام تنها بود از یک پروسه طولانی قضایی انجام می‌شود. در روز پنجشنبه 8 اردیبهشت سال 1401 دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش 100% اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام 333 تن در سال 2021 و افزایش 25% نسبت به سال قبل می باشد. اعدام افراد در ایران پس از انقلاب 1357 به موج گسترده اعدام ها به اتهام ها و بهانه های مختلف عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاه ها
به دستور سید روح الله خامنه‌ای تشکیل شد. از بدو ورود آیت الله خمینی، ماشین مرگ به فرمان صادق خلخالی استارت خورد و در طی 40 و اندی سال که دولت مردان جمهوری اسلامی بر تخت نشستند ادامه پیدا کرد. در روز 27 بهمن 1357 اولین گروه از سران حکومت شاهنشاهی که شامل 4 امیر نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از پیروزی انقلاب تا اسفند 1358 تعداد 438 نفر توسط دادگاه انقلاب اسلامی اعدام گردیدند. یعنی در هر روز بیش از 14 نفر جان خود را پای چوب ادار از دست دادند. اعدام زندانیان عقیدت سیاسی در تابستان 1367 واقعی بود که در طی آن به فرمان سید روح الله خمینی چندین هزار بار زندانیان سیاسی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور 1367 خورشیدی به شکلی مخفیانه اعدام و در گروه‌های دست جمعی دفن شدند. به طور کلی جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین تیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ یعنی کمونیسم دانستند. این امر در پی حمله گروه مجاهدین خلق در تاریخ 4 مرداد سال 1367 از خاک عراق به استان کرمانشاه و اشغال چندین شهر این استان روی داد. این عملیات در روز 8 مرداد با کشته شدن تعداد زیادی از اعضای این سازمان به پایان رسید. عملیات مهرزاد پس از آن حکومت تصمیم به اعدام تعدادی از اعضای زندانی مجاهدین خلق گرفت. تعداد اعدامیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین 3000 تا 4482 نفر تخمین زده می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است. اما در سال 1400 یکی از سالهایی بود که آمار قتل‌های قانونی در ایران افزایش چشمگیری داشت. با توجه به سانسورهای خبری و جلوگیری از افشای خبر صحیح در مورد اعدام‌های ایران می‌توان گفت بیش از 330 نفر در زندان‌های ایران بالای دار رفتند. البته این آماری است که نمی‌توان به آن استناد کرد، زیرا اعدام‌های مخفی که انجام می‌گیرد و به گوش رسانه‌ها نمی‌رسد. گزارش‌هایی که سازمان حقوق بشری نشر کرده‌اند خبر از افزایش حدود 2 برابری اعدام زنان دادند و با انتقاد از این موضوع و اشاره کردن به اینکه سال گذشته بین افراد اعدام شده 17 زن مشاهده می‌شود، در حالی که در سال 2020 این تعداد 9 نفر بوده است، ابراز نگرانی کردند. همچنین درباره اعدام نوجوانان نیز گفته شده دست کم 2 نوجوان میان افراد اعدام شده سال گذشته مشاهده می شود. آرمان عبداللهی که در سال گذشته اعدام شد یکی از 2 نفری است که در این گزارش به آن اشاره شده و قوه قضاییه ایران از اجرای حکم قصاص او خبر داده بود. در این گزارش از قول محمود امیری مقدم مدیر سازمان بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل گفته شده وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران وحشتناک است و سابقه اعدام در ایران در مذاکرات برجام مطرح نشده و به نظر می رسد که مقامات ایرانی از این نظر کمتر فشار هستند. رافائل چندویل هازان مدیر سازمان حقوق بشری با همه علیه مجازات اعدام گفته با توجه به افزایش نقض حقوق بشر در ایران در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا از این اتحادیه خواسته شده در روابط دو جانبه با ایران موضوع اعدام‌ها را در صدر مذاکرات قرار می‌دهد. در این گزارش گفته شده به دلیل شفاف نبودن رویه قضایی در ایران نمی‌توان تعداد واقعی اعدام‌ها را دریافت و آن چه دیده می‌شود حداقل اعدام‌ها در ایران را نشان می‌دهد. با اطمینان می‌توان گفت که شمار واقعی اعدام‌ها بیشتر از این میزان است. اعدام یک مجازات ضد انسانی است
که به هر بهانه و تحت هر پوششی توجیه یک جنایت محسوب می شود و این جنایتی است که رژیم حاکم بر ایران در پرده قانون همواره آن را بیش از 40 سال حاکمیت خود انجام داده و می دهد. گرفتن جان افراد بیگناهی که دیگر راه برگشتی ندارند. حق حیات حقی است که خالق لایزال برای همه انسان‌ها در نظر گرفته و نباید به دست فرد دیگری گرفته شود. این موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به صراحت گفته شده است. ماده 3 این اعلامیه میگوید حق حیات حقی است که از بدو تولد با انسان زاده می شود. در این بند به سادگی بیان می شود که هر انسانی باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی، آزادی و امنیت برخوردار شود. هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او را سلب گردد. اما این حقوق در دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و تا کنون مجازات مرگ را لغو نکرده است. در واقع جرم تلقی کردن آیین‌های مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب با معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سلب النبی نقض آشکار حق حیات می باشد. خیلی ممنون که به صحبت‌های بنده گوش دادید و من رو رها می کنم. اگر سوالی چیزی بود که من در خدمت هست. سپاس از شما جناب آقای بهداد. در واقع در رابطه با آمار سال 1400 صحبت کردید، ولی به جرأتتون هم بگم سال 1401 شاید به مراتب بدتر از سال 1400 باشه. توی همین 2-3 ماه اخیر داریم میبینیم که آمار اعدام واقعا وحشتناک بالا رفته. یعنی هر هفته دیگه دسته ای میبرن، این 10 نفر 10 نفر با هم میبرن برای اعدام. حالا اسمش هم دیگه گذاشتیم دوشنبه های سیاه دیگه. هر دوشنبه میبینیم گروهی 5 نفر 6 نفر 10 نفر با هم میبرن و اعدام میکنن. متاسفانه سال 1401 شاید اتفاقات خیلی بدی واقعا بیفته و خبرهای خیلی بدی بشنم. سرکار خانم مقابل شریفر بفرمایید. خواهش میکنم، ماک در اختیار شماست. عرض ادب دوباره دارم خدمت عزیزان. دقیقا میخواستم حرف آقای ناصری رو تایید کنم. واقعا انگار که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران گازشو گرفتن و انگار که ممکنه عقب بیفتن، انگار که میخوان یه چیزی میگن، میخوان گینس رو بزنن، یه همچی کاری دارن میکنن. ببینید فقط ما 2 خرداد ماه 30 نفر رو یک جا اعدام کردند. 16 خرداد ماه فقط 12 نفر توی زندان زاهدان اعدام کردند. این یعنی فاجعه، این یعنی بدترین چیزی که هر کسی فکر میکنه. و این نمیدونم واقعا میخوان چیکار کنن، یعنی تا کجا میخوان پیش برن. چرا من اینو نگران این هستم که چرا جهانیان صداشون در نمیاد. این تازه اون اخبارهایی هست که از همون لابلای همون پنهانکاری های دولت جمهوری اسلامی به گوش ما میرسه، همش هم به گوشمون نمیرسه، اونقدر مخفی کاری و اونقدر پنهانکاری داره. این تازه اونهایی هست که خودشون دارن اعلام میکنن که ما این تعداد رو اعدام کردیم. چه بخواسته حالا اعدام هایی که متاسفانه انجام شده و مخفی کاری شده و اصلا هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی براشون افتاده و حتی بعضی ها رو در اخبارها هست دیگه، نوشته شده که مثلا به انفرادی انتقال پیدا کرده ولی بعد شرایطش مشخص است که حالا این شخص اعدام شد نشد، اصلا معنی نیست. یهویی همه رو یه جورایی از بین میبرن و از اون طرف هم دارن خیلی راحت غیر از حالا اعدام دارن تمام زندانیانی که بر اثر مثلا حالا اون سرقتی که کردن انگشتاشون رو قطع میکنن. اصلا خیلی افتضاحه، واقعا نمیدونیم چیکار باید کرد. این یک چیزی هست که دوستان بدونن، ما فقط میتونیم با آگاهی رسانی به مردممون بهشون به گوششون برسونیم که بابا توی ایران داره این اتفاق انجام میشه. وقتی ما مثلا به افرادی که توی ایران هستن وقتی بهشون میگیم که این اتفاق افتاده، خیلی براشون عجیبه. شما از کجا میفهمید؟ شما توی ایران نیستید، از کجا میفهمید؟ اینقدر از مردم ایران دارن مخفی میکنن و نمیگذارن که این صدای دوستان، صدای ما مردم به این گوش ایرانیان برسه. ممنونم آقای ناصری، لطف کردید، مایک رو رها میکنم. سپاس
سپاسگزارم خانم مباشری فر. بله متاسفانه واقعا هم جای نگرانی داره که الان توی این وضعیت جامعه جهانی به جای اینکه بیاد الان حد اکثر فشار بیاره و کوچکترین اشاره ای اصلا نمی کنه به این اعدام ها، تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی انرژی هسته‌ای که الان دوربینای نیروگاه فلان و فلان و فلان خاموش شده، دیگه دسترسی ندارن، نمیتونن نظارت کنن، اصلا فراموش کردن حقوق بشر توی ایران که داره چه اتفاقی میفته. این همه آدم داره کشته میشه هر هفته بدون اینکه واقعا شاید خیلی هاشون حتی یک دادگاه درست حسابی نداشته باشن، شاید بدون وکیل رفتن دادگاه، حکمشون صادر شده، سریع هم رفتن برای اعدام. واقعا نمیدونم چرا الان همه سکوت کردن و هیچ کس هیچ چی نمیگه. جناب آقای عزیزی بفرمایید، خواهش میکنم، پاک تقدیر شما. با سلام به دوستان عزیز و عرض ادب. من یه نقطه ای که میخواستم بگم درباره زندانی کانون است بسه نوجوانان. اینا وای میسن بچه‌ای که مثلا 12 سالشه 13 سالشه یه قتل غیر عمدی رو مرتکب شده، وای میسن این به سن قانونی برسه بعد میکشنش بالای دار. اینجا حق کودکان هم داره نقض میشه. یه صحبتی درباره این میکردیم خیلی بهتر، یعنی چند تایی رو من خبر دارم، خودم داخل ایران هستم، واقعا کودک بودن، قتل غیر عمد بوده. اینو مثلا به طرف خانواده طرف هم میخواستن اون خونبها رو بدن، قبول نکردن و دولت سر اینا رو برده بالای دار. ممنون. سپاسگزارم آقای عزیزی. ممنونم بابت اشاره‌ای که شما فرمودید. حالا کمیته اقوام تخصصی در رابطه با آمار اعدام گزارش تهیه کرده، روی وبسایتش هست، روی وبسایت کانون هم هست، آمار خیلی مفصل و خیلی کامل با گزارش و تحلیل میتونید اونجا مطالعه بفرمایید. ولی ممنونم که اشاره کردید. بله متاسفانه این واقعیتیه که داره الان توی کشور اتفاق میفته و اون حالا نوجوانی که زیر سن هست چند سال باید توی اون وضعیت توی زندان بمونه، یعنی هم حبسش رو میکشه و هم وقتی 18 سال شد اعدام میشه، یعنی چندین برابر واقعا مجازات خیلی سنگینیه. سرکار خانم فروزان بفرمایید، خواهش میکنم، وقت در اختیار شماست. صداتون رو نداریم، مایکتون بازه ولی صداتون رو نداریم. حالا صدا هست؟ بله بله صداتون هست، بفرمایید. به نام یاد خدا، با سلام و درود خدمت سروران گرامی و با تشکر از بانو مباشرفر که این فرصت بر من دادن که در این جلسه حضور پیدا بکنم. من فروزان درویش هستم، به عنوان فعال حقوق بشر در افغانستان حدود 15 سال کار کردیم و فعلا در آلمان هستم. من بسیار خوشحال هستم که در این جمع هستم و خوشحال هستم که میبینم که هنوزم دوستای ما چقدر متحد هستن و برای ای که نقض حقوق بشر به گونه جدی در سرزمین جریان داره صدا بلند میکنن و حقایقی که متاسفانه وجود داره و حقایق تلخ و گذشته های مشترک تلخ را که افغانستان و ایران دارن در زمینه نقض حقوق بشر ای بیان میشه. ای واقعا جای خوشحالی است که بیان میشه و نشانگر تعهد دوستا است که من امروز مطالعه کردم در رابطه با پیشینی از این حرکت. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران حدود 20 سال است که از این نهاد شکل گرفته و قطعا که کارهای ارزشمند را در زمینه ترویج حقوق بشر و تعمیم ارزش‌های حقوق بشر انجام داده و قسمی که من مطالعه کردم مندیت مشخص این حرکت هم ای است که بیشتر بر مردم آگاهی دهی بکنن از حقوقشان، چون وقتی که آگاهی در یک جامعه شکل میگیره قطعا جامعه حساس میشه در برابر حقشان و صدا بلند میکنن. این بسیار جای کار نیک است و چیزی که بر من و نظر من و باور من بسیار مهم است ای است که بیایم از این کتله عظیمی که فعلا و ظرفیتی که فعلا در این جمع است از این استفاده شوه و بیشتر از فشار وارد شوه برای دولت ها از آدرس جامعه جهانی.
چون صدای شهروند همیشه خاموش است، متاسفانه خفه میشه که شما در جریان هستین که در افغانستان چقدر یک سرنوشت تلخ و وحشتناک را شکل دادن با تاسف، با برخورد مسئولانه، با آمدن مداخله کردن خب 20 سال پیش، ولی بسیار غیر مسئولانه دوباره مردم افغانستان در یک وضعیت بسیار خراب قرار دادن در تقابل با وحشیای قرن که نامش طالب مینهند. ولی آل متاسفانه امی جامعه جهانی کوچکترین مسئولیت را در قبال مردم ندارن. به باور ما این خوب است که شهروندایی که ظرفیت از ایره دارن و فرصت از ایره دارن که صدا بلند بکنن، چون اینجا ما و شما امنیت جانی داریم، کدام تهدید ما را مواجه نمی کنن، خوب است که با سیاسیون بیشتر ارتباط برقرار شود و از آدرس از اونا زیر فشار قرار بگیره دولت ها که این نقض حقوق بشر که اعدامای خود سر از شکنجه هاست اینا را متوقف بسازند. بر من بسیار جای تاسف است، من شنیدم که رقم اعدام زنان دو برابر میشه، این واقعا جای تاسف است و قطعا امی رقم که دوست ما مشاره کردن اعدام کودکان، این در تقابل جدی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونایی را که ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر است، کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی داریم، کنوانسیون حقوق کودک است، کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض در برابر زنان است، کنوانسیون رفع شکنجه است. تمام از این کنوانسیون را ما باور، کنوانسیون را ما باور دارم که دولت‌ها، دولت ایران با او را امضا کرده، ولی با تاسف در برابر اجرایی ساختن از این کنوانسیون اراده جدی وجود نداره. من خوشحال هستم واقعا که از دوستان میشنوم، تجاربشان میشنوم و تلاش میکنم تا ختم برنامه را باشم و بیشتر بیاموزم و تبادل تجارب داشته باشیم. با سپاس، تشکر از شما. سپاس از شما خانم فروزان بابت حضورتون توی جلسه و ممنونم بابت نظراتتون و امیدوارم در تا انتهای جلسه با ما همراه باشید. ما انتهای جلسه‌مون هم بحث آزاد داریم، در واقع در رابطه با بحث شکنجه این ماه. خب میدونیم که 26 یونی روز جهانی مبارزه علیه شکنجه است و بحث آزادمون در این رابطه است. خوشحال میشیم که شما رو داشته باشیم در آخر جلسه و تبادل نظر کنیم. جناب آقای حاج قادر مرحومی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام خدمت دوستان، منم میخواستم همین سخنان خانم مباشریفر که دستشون در نکنه، واقعا متاسفانه تازگی ها در کردستان یعنی به قول خود جنابعالی ما این ناصری که فرمودید، دولت ما حالا فشارهای زیادی انداخته روی ملت ما، به خصوص روی جوانان. حالا مثلا تازگی ها بیشتر و بیشتر شده، از لحاظ مواد مخدر و اینا بیشتر مواد مخدر و اینا وارد کردستان و اینا کردن که جوانان ما متاسفانه دچار مواد مخدر بیشتری بشن. متاسفانه چندین نفرم به همین علت در شهرستان مهاباد و پیرانشار و اشنویه به علت مواد مخدر و مواد الکلی که استقلبی کردن، متاسفانه این به هر حال یکی از نقض حقوق بشره که دولت خودش متاسفانه مواد رو پخش میکنه به کمک افراد خودش. میخواستم در این مورد یه صحبتهایی بشه. به هر حال ممنون میشم آیه ناصری و دوستان و همچنین خانم مباشری فر. این یک. دو، با من یه درخواست دیگه ای داشتم اگر اجازه بدید. دوستانی که مجله یا ایمیل برای ما میزنن، لطفا شماره تلفن خود را یادداشت بکنن. حالا مثلا آقای فرشاد عراوی، لطف کنید بعد از جلسه شماره تلفن رو تو به ما بدید که ما بتونیم باهات صحبت بکنیم. ممنونم آقای ناصری و تمام دوستان، ببخشید که وقت شما. متشکرم آقای مرحومی، دست شما درد نکنه و سپاس از شما بابت نظرتتون. بله متاسفانه آسیبای اجتماعی که
توی اکثر نقاط مرزی کشورمون داره اتفاق میفته، خب وظیفه دولت هاست. در واقع همون ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 23 هم حق امنیت کار. یعنی دولت ها موظفن که این امنیت رو به وجود بیارن تو تمام استانهای کشورمون، فرق نمیکنه مرزی باشه یا مرکزی. ولی متاسفانه میبینیم که توی کشورمون این اتفاق نمیفته. تمام تمرکزشون رو فعلا گذاشتن روی سرکوب اعتراضاتی که داره اتفاق میفته توی کشور. سپاس از همه دوستان، متشکرم. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم پریسا نیکونام نظامی با موضوع تحصیل زنان اقوام. خانم نیکونام نظامی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام مجدد خدمت همه همکاران گرامی. من تحصیل دختران و زنان از پدیده‌های شایع و ظالمانه در میان بخشی از جامعه سنتی ایران است. تحصیل دختران اولین قربانی محکومیت و فقر است و از طرفی ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر نیز با مخالفت جدی خانواده‌های سنتی و حتی نهادهای مذهبی رسمی به بهانه مشکلات فرهنگی همراه می‌شود. اندک اندک بوی ماه مهر از راه می‌رسد و زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به صدا در می‌آید، اما در برخی نقاط و منازل خراسان شمالی مهر دیگر ماه مدرسه نیست. همیشه وقتی از ترک تحصیل صحبت می شود، عواملی همچون فقر مالی، دوری راه و نبود فضای آموزشی به میان می آید. اما در خراسان شمالی، عاملی مهمتر از این مسئله که بحث فرهنگی است بر روی تحصیل دانش آموزان به خصوص در مقاطع بالا تاثیر گذاشته و قربانی های فراوانی که بیشتر آنها دختر هستند را می گیرد. این مسئله نه تنها در روستاهای دورافتاده، بلکه در داخل شهر و در خانواده‌هایی که از لحاظ اقتصادی در سطح بالایی هستند نیز تأثیر گذاشته است. و از سوی دیگر این فرهنگ حتی بر روی شماری از دختران نیز تأثیر گذاشته و زمانی که به مقطع دبیرستان میرسند، خود آنها تمایلی به ادامه تحصیل ندارند و خانه نشینی را به ادامه تحصیل ترجیح می‌دهند. 214مین جلسه شورای آموزش و پرورش کردستان سیام آذر ماه با حضور استاندار کردستان، مدیر کل آموزش و پرورش و جمعی دیگر از مدیران استانی برگزار و طی آن به موضوعاتی از جمله بومی گزینی، ترک تحصیل دانش آموزان دختر، سرانه فضای آموزش پرداخته شد. پوشش تحصیلی در فنی و حرفه‌ای وضعیت بالاتری از میانگین کشوری دارد، اما در مقطع متوسطه دوم پایین تر از میانگین کشور هستیم که این مهم ناشی از مبحث فرهنگی در روستاها برای ادامه تحصیل دختران است. رتبه علمی کردستان هر سانه بین 10 تا 14 است، اما رتبه پذیرش دانش آموزان کردستانی در دانشگاه ها بین 22 تا 27 است. متاسفانه بومی گزینی مانع ورود دانش آموزان کردستانی به دانشگاه های مطرح کشور شده است. مهدی نامدار، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستانی، در این جلسه اعلام کرد همکنون 310,000 نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در 4008 مدرسه مشغول به تحصیل هستند. به ازای هر 12 نفر دانش آموز یک معلم در مراکز آموزشی استان کردستان مشغول به خدمت هستند و این مهم با میانگین کشوری برابری می کند. وی همچنین اظهار کرد طی چند سال اخیر فعالیت‌های فرهنگی بسیاری صورت گرفته است تا دانش آموزان بازمانده از تحصیل دوباره به مدارس بیابند و در این راستا رشد قابل توجهی داشته‌ایم، اما هنوز 25% از دختران دانش آموز مقطع متوسطه دوم در استان به دلیل مباحث فرهنگی خانواده‌هایشان ترک تحصیل می‌کنند. دلایل بسیاری برای ترک تحصیل دانش آموزان ذکر شده، اما مهمترین آنها شامل مشکلات اقتصادی، تعصبات فرهنگی و دسترسی نداشتن به مدرسه است.
این سه مورد از جمله مواردی هستند که مسئولین مدام به آنها اشاره می‌کنند و بر روی آنها تاکید دارند. حتی برخی از معسلان به دلیل مشکلات اقتصادی درگیر کار هستند. در اغلب موارد نیز تعصبات خانوادگی و مسائل فرهنگی به خصوص در مناطق مرزی کشور از دلایل ترک تحصیل دختران محسوب می شوند. بخشی از آمار ترک تحصیل در ایران نیز مربوط به اتباع بیگانه است. در سال گذشته آمار کودکان بازمانده از تحصیل 140 هزار نفر اعلام شد که از بین آنها تنها 34 هزار نفر با تلاش راهبران آموزشی و مسئولان توانستند به چرخه آموزشی برگردند. مدیر کل آموزش و پرورش استان‌ها نیز همین موارد را دلایل ترک تحصیل دانش آموزان معرفی کرد، در حالی که کارشناسان آموزشی این موارد را قبول ندارند و دلیل اصلی ترک تحصیل کودکان را ضعف مدیریتی در نظام آموزش و پرورش کشور می‌دانند. در اغلب گزارشاتی که هر ساله از سوی دستگاه‌های دولتی و نظارتی در رابطه با علل ترک تحصیل دانش آموزان روستایی و عشایری منتشر می‌شود، سه عامل تعصبات فرهنگی، صعب العبور بودن برخی مناطق و مسائل اقتصادی از دلایل اصلی ترک تحصیل بچه‌ها معرفی می‌شود. متأسفانه مسئولین با پررنگ جلوه دادن این سه مورد سعی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دارند و عوامل بیرونی را عامل رشد آمار ترک تحصیل در ایران می دانند. این در حالی است که آموزش و پرورش باید توضیح دهد آیا برای تعصبات فرهنگی که از تحصیل دختران جلوگیری می کنند اقدامی انجام داده است یا خیر. اغلب والدینی که در این یک دهه اخیر مانع ادامه تحصیل کودکانشان شدند در همین نظام آموزشی تحصیل کردند. این مسئله نشان دهنده وجود نقص جدی در تربیت افراد در نظام آموزش و پرورش کشور است. با استناد به این موضوعات می توان دریافت که آموزش و پرورش هیچ اقدام مثبتی جهت تغییر عقاید در این استان‌ها ایجاد نکرده است یا در انتخاب مکان مدرسه دچار خطای جدی هستند. زیرا همچنان بسیاری نقاط کشور و استان‌ها مدرسه ندارند. بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از دانش آموزان بازمانده از تحصیل، تعداد دختران بسیار بیشتر از پسران بوده است. این آمار در دوره متوسطه دوم بسیار بیشتر است. دلیل این اختلاف معنادار در ارقام مسائل فرهنگی و تعصبات خانوادگی است. در خوزستان نیز آمار دختران بازمانده از تحصیل بسیار بالا است. در اغلب موارد آیین‌نامه‌های داخلی آموزش و پرورش یا نوع استخدام معلمان هم مانع از ادامه تحصیل دختران می شود. به عنوان مثال در سال گذشته روستای قبله کوهدشت دلیل ترک تحصیل 14 دانش آموز دختر را نبود معلم برای دختران و مدرسه برای آنها عنوان کرده است. زیرا در این روستا نه تنها یک مدرسه وجود دارد و آن هم پسرانه است. آموزش و پرورش منطقه پیشنهاد داده بود که دختران به روستای همسایه بروند. اما خانواده ها مخالفت کردند و گفتند ترجیح می دهیم دختران ما در همین مدرسه پسرانه درس بخوانند، زیرا همه ما قمخیش هستیم و یکدیگر را می شناسیم. متاسفانه کلاس های مختلط با بخشنامه وزارتی در تضاد است که مانع این اتفاق می شود. این مسئله برای روستاها و شهرستانهای دیگر نیز مشابه همین مورد است. خیابانی گفت کمبود 18 هزار کلاس درس و نیاز به ساخت سالانه 2000 کلاس در سیستان و بلوچستان نیازمند بسیج همگانی و نهضت مدرسه سازی در این استان است که اگر صورت نگیرد با یک بحران جدی در این زمینه روبرو خواهیم بود. او میگوید برای حل مشکل کمبود فضای آموزشی در سیستان و بلوچستان باید از ظرفیت دستگاه‌های درآمدزا در کشور استفاده شود و نگاه دولت مردان نسبت به این موضوع جدی شده و میطلبد از روی کاغذ بر روی زمین پیاده شود. او گفت با توجه به بنیه ضعیف اقتصادی مردم در استان ایجاد مدارس شبانه روزی برای کاهش هزینه های تحصیل یک نیاز ویژه است و یک برش ویژه می طلبد. به گفته استاندار برخلاف تصور رایج مردم این استان با تحصیل فرزندان خود مخالفتی ندارند، بلکه
به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت هزینه ایاب و زهاب و سایر هزینه‌ها فرزندانشان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. در استانی که در تمامی شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در رتبه آخر است و با میانگین کشوری فاصله کهکشانی دارد، باید نگاهی ویژه به مشکلات موجود داشت و راه حل ویژه اتخاذ کرد. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به دلایل ترک تحصیل در استان کردستان معتقد است عوامل بازدارنده فرهنگی و اجتماعی، عوامل بازدارنده اقتصادی و عوامل بازدارنده آموزشی از دلایل ترک تحصیل دانش آموزان در استان کردستان به شمار می رود. همچنین صدیق عبدالله افسود بر اساس بررسی های انجام شده علارغم تمهیداتی که آموزش و پرورش در راستای تامین پوشاک و ملزومات آموزشی فراهم کرده است، اما 60% ترک تحصیل دانش آموزان استان به دلیل مشکلات اقتصادی است و می توان گفت که مشکلات این افراد فراتر از این تمهیدات است. دانش آموزانی هستند که با کار کردن در مکانیکی و یا سایر مشاغل منبع درآمدی برای خانواده های خود شدند و والدین این کودکان حاضر نیستند فرزندان خود را برای تحصیل به مدارس بفرستند و از درآمد آنها به دلیل مشکلات اقتصادی که دارند چشم پوشی کنند. 30% دانش آموزان به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی ترک تحصیل کردند، به گونه‌ای که والدین این دسته از دانش آموزان تحصیل پسران بر دختران را ارجحیت می‌دانند و محروم کردن فرزندان دختر از تحصیل، طلاق والدین، بی سرپرست و بد سرپرست بودن دانش آموزان از جمله عوامل فرهنگی در ترک تحصیل آنان به شمار می روند. اینها اخبار دیگری است که معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان اعلام کرد، اما به نظر می رسد نگاه سنتی والدین و آسیب‌هایی مانند طلاق بیش از هر چیزی دامنگیر کودکان و فرزندان خانواده ها می شود. عبداللهی با بیان اینکه 10% ترک تحصیل دانش آموزان نیز به مسائل آموزشی برمیگردد اضافه کرد امسال 527 دانش آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که 280 نفر از این تعداد جذب شدند. از 280 دانش آموز جذب شده 145 نفر دختر و 135 نفر از آنها پسر بودند و 247 نفر به دلایل مختلف جذب نشدند که 138 نفر آنها دختر و 109 نفر پسر هستند. 81 نفر از این دانش آموزان جذب نشده دارای معلولیت‌های جسمی و ذهنی شدید هستند و در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند که دسترسی به مدارس استثنایی برایشان مقدور نیست. 43 نفر از دانش آموزان ترک تحصیل شده استان دارای بیماری صعب العلاج بوده و در بستر بیماری قرار گرفتند و امکان ورود به مدرسه را ندارند و 33 نفر به دلیل اشتغال و 9 نفر به دلیل ازدواج زودهنگام ترک تحصیل کردند. به دلیل مخالفت والدین 62 نفر از دانش آموزان استان اجازه ادامه تحصیل در مناطق شهری و یا روستاهای همجوار را ندارند و 19 نفر نیز فوت شدند که عملاً شناسنامه‌هایشان باطل نشده و جزء آمار ترک از تحصیل هستند. بیشک مسئولان نظام تربیتی باید علاوه بر ارزیابی و بررسی دلایل ترک تحصیل دانش آموزان راهکاری برای جذب آنها بیابند تا کشورمان در چرخه تولید علم و تهیه محتوای علمی بتواند سربلند و پایدارتر از کشورهای دیگر بدرخشد. دوستان، سخنرانی من به پایان رسید. مرسی از وقتی که گذاشتید و روز همگی خوش. سپاسگزارم خانم نظامی بابت سخنرانی بسیار خوبتون. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر، دیدگاهی دارن یا سوالی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله خانم آبا شریفر، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنون از شما که دوباره وقت دادید تا صحبت کنیم. ببینید هر چیزی که نگاه میکنیم باز میرسیم به همون نقطه اول، تبعیض. تبعیضی که برای اقوام و ملل ایران در نظر گرفته میشه که متاسفانه این تبعیض باعث شده که فرزندان ما، فرزندان اقوام ایران نتونن تحصیل کنند. ما
محرومیتشون، دوریشون، نداشتن امکاناتشون و همه و همه و همه اینها راهی شده که بچه های این مملکت نتونن تحصیل کنن. و این فقط و فقط مسئولش فقط مسئولین جامعه جمهوری اسلامی هستند، دولت مردان جمهوری اسلامی هستند که نمیتونند یک امکانات و یک تسهیلات و یک عدالتی برای تمام جامعه ایران برگزار کنند. مرسی از شما و مایک رو رها میکنم. ممنونم خانم مباشر. بر کاملا درست میفهمید. الان وضعیت در واقع وضعیت آموزش ما، آموزش توی کشور یه جورایی اصلا رها شده، اصلا جز اولویت های انگار آخر مملکته، اصلا کسی دیگه نه بهش توجه میکنه، نه اصلا میبینیم اخباری در رابطش، صحبتی در رابطش میشه، نه اینکه کاری میکنن. و آموزش خب اینجوریست که حالا تأثیراتشو آنی همون لحظه بذاره. اگه آموزش خوب باشه مسلما تأثیراتشو شاید 10 سال 15 سال بعد آدم متوجه بشه، آموزش بعدم باشه همینطور فرق نمیکنه. یعنی ما این فاجعه‌ای که الان اتفاق افتاده توی کشور، محرومیت از تحصیل، سیستم بد آموزشی، نبود امکانات، اینا رو شاید 10 سال آینده 15 سال آینده تاثیراتش رو واقعا ببینیم که چه فاجعه‌ای اون موقع واقعا اتفاق میفته توی کشور. ممنونم، سپاسگزارم از همه دوستان. از سخنران بعدیمو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای فرشاد عرابی با موضوع دشمن خفته در خاک مین. جناب آقای عرابی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام به همه دوستان و همکاران گرامی. همان گونه که آگاه و مطلعیم، مین شاید به عنوان یکی از ادوات نظامی محسوب بشه که میان خودی و غیر خودی و یا به اصطلاح میان نظامی و غیر نظامی تفاوت چندانی قائل نیست. قاتلین مدفون در زیر خاک که قربانیان خود را به ناگاه غافلگیر می‌کنند و آنها را با معلولیت یا مرگ ناگهانی مواجه می‌سازند. ساکنان حوالی این زمین پرخطر که به اجبار در این زمین‌های آلوده به سر می‌برند، همواره در معرض این شیوه 40 ساله قرار داشته و جنگ برای آنها همچنان ادامه دارد. برای اولین بار در 4 آوریل 2006 سازمان ملل از کشورها خواست تا به کمک این نهاد و سازمان‌های مرتبط برای ایجاد برنامه‌های ملی مبارزه با مین در کشورهای که مین و سایر ادوات جنگی خطری جدی برای امنیت، سلامت و زندگی مردم ایجاد کرده یا توسعه اقتصادی و اجتماعی را در سطح محلی و منطقه‌ای با مشکل مواجه می‌کنه، عزم خودشون را جذب کنند و اقدام اساسی انجام بدن. در واقع این اقدام سازمان ملل ادامه راهی بود که از سالها قبل توسط گروه‌ها و نهادهای مختلف آغاز شده بود. در اوایل دهه 90 میلادی دکترها و پرستاران کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نگرانی خودشون از تعداد زیاد مصدومان و کشته شدگان توسط مین‌های زمینی اعلام کردند. در آن دوران تلاش‌های برای پرداختن به مزل مین‌های زمینی صورت گرفت که نتیجه اون تهیه و تدوین کنوانسیون منع مین بود. 18 سپتامبر 1997 بود که کنوانسیون منع مین یا همون کنوانسیون اتاوا پا به عرصه وجود نهاد تا ابزاری باشد برای جلوگیری از کشتار و مصدومیت غیرنظامیان، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح. تا کنون آمار دقیقی از مین‌های کاشته شده در جهان کنونی وجود نداره. این مسئله شاید به علت موارد امنیتی و حتی سیاسی باشه، اما تخمین زده میشه که بالغ بر 110 میلیون مین زمینی در دست کم 70 کشور جهان کاشته شده باشه. مین موزلی اساسی در ایران به خصوص مناطق مرزی و کردنشینه و هر سال تلفات جانی بیشماری در این مناطق به دلیل مین‌های باقی مونده از دوران جنگ ایران و عراق روی میده. بیش از 30 سال از قبول قطعنامه 598 در سال 68 و اعلام پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق میگذره و مین همچنان به عنوان پدیده‌ای که امنیت و اقتصاد و زندگی روزمره مردم رو تحت شعاع قرار داده به صورت علنی خودنمایی میکنه. قربانیان مین در استان‌های غربی ایران و به خصوص مناطق کردنشین و با وجود آمدن کولبران و کولبری در کوهستان‌های مرزی، قربانیان این دشمن مخفی را هر روز بیشتر و بیشتر میکنند. در طول مدت 8 سال جنگ ایران و عراق، دو دولت به طور چشمگیری شروع به کاشت مین در مناطق مرزی کردستان
که غالب بر 1500 کیلومتر مرز مشترک دارن نمود، و این در حالیه که هر دو دولت برای ایجاد امنیت مرزی کاشت مین رو توجیه میکردن و میکنن. مینگذاری های انجام شده فقط در مناطق صفر مرزی نیست، بلکه دولت جمهوری اسلامی ایران به بهانه وجود ضد انقلاب اقدام به تأسیس پایگاه ضربتی و عملیاتی در حومه شهرها و کوههای مجاور و مشرف بر روستاها کرد و باز با توجیه حفاظت و امنیت در پایگاه ها اطراف اونها رو مینگذاری کرد. و این در حالی است که با گذشت چند دهه و متروکه شدن پایگاه ها هنوز این مین ها در خاک وجود دارن. به طور نمونه در 21 اردیبهشت سال 97 در روز جمعه شایان 11 ساله که همراه خانوادش در یکی از روستاهای سنندج برای استفاده از طبیعت و استراحت رفته بودن، بر اثر انفجار مین دو دست و یک چشم خود را از دست میده. چنین پراکندگی وسیعی در مناطق مینگذاری شده و همچنین مینگذاری های فلهی و نبود مهندسی نظامی در میادین مین و یا قابل دسترس نبودن نقشه اونها برای ساکنین منطقه و البته وضعیت اقلیمی و زیستی که سبب جابجایی گسترده مین ها در فصل بارش می شود، تعداد قربانیان را روز به روز افزایش میده. نبود فضای شغلی و پایین بودن سطح درآمد در مناطق مرزی به خصوص کردنشین باعث به وجود اومدن پدیده کولبری بین جوانان و خانواده ها به گونه ای که برای امرار معاش به آن سوی مرزها می روند و در هر دو طرف مرز جانیان خفته در کمین آنها هستند. در ابتدای سال 97 تا پایان اون تعداد 19 کولبر قربانی مین شدند. روستاییان و شهروندان مناطق مرزی نیز از جمله این قربانیان هستند. چنانچه در 26 مهر ماه سال 92 در حیاط مدرسه روستایی در مریوان در استان کردستان در هنگام خاکبرداری محوطه مدرسه، طبق آمار فوریت‌های پزشکی استان، بر اثر انفجار مین 7 کودک قربانی شدند. اگرچه هر بار سخن از مین گذاری میشه مسئولان منطقه اون رو ملاحظات امنیتی و دفاعی میدونن، ولی این سیاست ترکیبی از عدم شفافیت، پنهانکاری و دروغ و تناقضه. مسئولین استان و وزارت دفاع و امنیت ملی ایران نزدیک به 3 دهه است از ارائه آمار دقیق در مورد مناطق مین گذاری شده، نقشه های میدان مین، مین زدایی و از همه مهمتر قربانیان مین و نحوه خدمات رسانی به اونها خودداری میکنن. اگر به واقعیت ام بنگریم، دولت جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به هر گونه معاهده بین المللی مین خودداری کرده. تا کنون آمار دقیق از مین های کاشته شده در جهان کنونی وجود نداره که این مسئله شاید به علت موارد امنیتی و حتی سیاسی باشه. این امنیز به نوبه خود جای بسی تأمل داره. بدون تردید ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره به عنوان یکی از کانونهای آلوده به مین در دنیا شناخته میشه. گفتنی است که ایران پس از مصر دومین کشور از لحاظ گستردگی و آلوده شدن به مین در جهان شناخته میشه. بر پایه آمارهای اعلام شده علاوه بر مینهای کاشته شده کنونی، نزدیک به 16 میلیون مین خونسا نشده در نوار مرزی ایران در 5 منطقه از جمله در استان خوزستان، ایلام، کرمانشاه، ارومیه و سنندج وجود داره و تا کنون هیچ اقدامی در راستای پاکسازی اراضی و زمین‌های آلوده به مین در ایران و نوار مرزی شهرهای مختلف کردستان صورت نگرفته. یعنی بالغ بر 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی ایران و کردستان رو شامل میشه. رژیم جمهوری اسلامی ایران در میان قریب به 170 کشور جهان که پیمان موسوم به اتاوا مبنی بر ممنوعیت از مین‌های زمین را امضا کرده و علی‌رغم گستردگی و وسعت بالای آلودگی به میادین و زمین‌ها جزو 30 کشوری که تاکنون این پیمان‌نامه را نادیده گرفته و به آن نپیوسته. مسئولین حکومتی، سپاه، نهادهای امنیتی و مدیران مرکز ملی جناب آقای عربی، فکر کنم اینترنتتون مشکل داره، صداتون قطع شد برای جناب آقای عربی. از کاشت و انبار کردن و به کارهای دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، با این حال حوادث ناشی از انفجار مستان. حالا صداتون خوب شد؟ در جلسه است؟ بله، حالا صداتون خوب شد. مرسی.
با این حال حوادث ناشی از انفجار انواع مین‌ها در مرزهای ایران و از جمله در کردستان و تکرار این حوادث ناگوار تا کنون نهادهای مربوط و زیرب رو برون نداشته که هم در راستای پاکسازی میادین و زمین‌های آلوده به مین گام بردارن و یا دست کم افکار عمومی را از اون آگاه سازی به مین نبود علامت و یا نشانه‌های جهت آگاه سازی شهروندان مدنی خلأ قانونی در حمایت از قربانیان مین و خانواده‌های آنان، نبود مکانیزم‌های کارآمد، بی تدبیری و سوء مدیریت، همه و همه دست به دست هم دادند تا که هر سال شهروندان زیادی اهم از کودکان، زنان، پیر و جوان، کولبران، گردشگران، کشاورزان و باغداران، عشایر، گلداران، حتی خود نیروهای نظامی که وظیفه کار خنثی‌سازی را بر عهده دارند، قربانی انفجار گاه و بیگاه مین‌های زمینی میشن. در این میان قربانی شدن شهروندانی که در آن سوی مرزهای ایران زندگی میکنن رو نباید نادیده گرفت. در همین زمینه و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی برخی از سازمان‌های حقوق بشری، تنها در سال 1400 شمسی در کردستان 44 غیر نظامی قربانی انفجار مین و یا در واقع ناکارآمدی مسئولین و نهادهای مربوطه شدند. برخی دیگر از منابع حقوق بشری آمار کشته و زخمی‌های ناشی از انفجار مین رو در سال گذشته میلادی 24 نفر در کردستان اعلام کردند. ضمناً در سه ماهه نخست سال 2022 میلادی 7 شهروند در شهرهای مختلف کردستان به علت انفجارهای مین‌های کاشته شده کنونی و همچنین مین‌های خنثی نشده جنگ 8 ساله ایران و عراق به شدت زخمی شدند. در واقع نبرد نابرابر میان شهروندان مدنی و مین‌های خفته زمین بدون حضور نیروهای نظامی و استقرار ادوات جنگی کماکان به قوت خودش باقیه. تبعات و پیامدهای روحی، روانی و جسمی این موضوع هم خود جای بحث داره. در این میان تغییرات جوی از جمله بارش‌های زمستانی و به ویژه بارندگی‌ها در فصل بهار موجب حرکت و جابجایی مین‌های کاشته شده و به داخل روستاها و شهرها میشه و بارها شاهد انتشار تصاویر دلخراشی از این دست از اتفاقات در ایران و شهرهای مختلف کردستان از جمله در مریوان و مهاباد بودیم و یا نگرانی شدیدی که انفجار مین‌های عمل نکرده رو در پی داره، اما باز هم مسئولین اقدامی جدی در این خصوص صورت ندادن. علی‌رغم موارد مذکور طی سال‌های گذشته ارگان‌های مرتبط در کرمانشاه و یا ایلام و شهرها در تابعیت این دو مرکز با اعلام اتمام پاکسازی زمین‌ها، اراضی و میادین آلوده به مین در این مناطق با هدف فریبکاری افکار عمومی جشن اتمام پاکسازی را برگزار کردند. اما این کار اقدامی غیر کارشناسی کاملا اشتباه صورت گرفت و پس از ابلاغ پاکسازی در این مناطق شهروندان بیشماری قربانی ندونمکاری مسئولین وقت شدند و فجایع این دست از اقدامات تعمدی نشانگر عدم پاکسازی و یا خنثی‌سازی میادین آلوده به مین در کرمانشاه، ایلام و حتی استان خوزستان و دیگر نقاط آلوده به مین شد. جایی بسی تعجب است که سردار محمد حسن امیر احمدی در گفتگوی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی مین‌زدایی استانسی ایران کمک بگیرند. عیسی بازیار متخصص پاکسازی میدان‌های مین و فعال حقوق بشری در زمینه حمایت از قربانیان مین می‌گوید جمهوری اسلامی ایران طبق معمول علاقه زیادی به آمارسازی دروغین داره. با همین آمارها بود که در بهمن 91 جشن پاکسازی در استان کرمانشاه گرفتن و اعلام اتمام پاکسازی کردند. اما پس از آن دیدیم که حداقل 250 نفر همانجا روی مین رفتن. ما اعتراضاتی در آن زمان به دولت کردیم که این آمار خطرناک است و مردم باور میکنن و با اعتماد میدن روی زمین کشاورزیشان که آلوده است. چوپان با اعتماد که خودش و گلش رو روی مین میبرد. با این وجود طبق نظر کارشناسان نظام زمینی پاکسازی میشود میبایست مدت ها تحت نظر باشه تا که
جناب آقای عربی صداتون قطع شد، تو فکر میکنم اینترنتشون مشکل داشت. آقای عربی من دوباره مایکو باز میکنم براتون، امیدوارم صداتون اینترنتون بهتر شده باشه که بتونیم صداتون رو واضح داشته باشیم. شرمنده ببخشید قطع شد اینترنت من. در همین چارچوب استانداردهای حفاظتی در مواجه با مین، مواد منفجره و گلوله‌های عمل نکرده و یا میادین آلوده به مین توسط کشورها و شهروندانشان به ویژه در مناطقی که آلودگی وجود دارد آموزش داده می شود. اما در ایران و کردستان هیچ اقدامی با هدف روشنگری و حساس سازی صورت نگرفته و هیچ مکانیسم و اراده‌ای هم در این زمینه وجود ندارد. حتی اگه در برخی از موارد آموزش ناچیزی هم باشه تصادفی بوده و در حین وقوع حادثه ناشی از انفجار مین صورت گرفته، عملی که در واقع کافی نیست. مین زدایی در این شرایط تنها مشکل نظامی نیست و وظیفه است که نیازمند مشارکت همگانی است تا به اهداف بشر دوستانه خود نزدیک شود. تداوم برخورد قربانیان با مین بیانگر این موضوعی که عزمی جدی برای این پاکسازی وجود نداره و صریح به ما میگوید که این مین‌ها نیستن که جان میگیرن، بلکه بی‌مسئولیتی و نظامیگری در عرصه مقابله با این بحث‌های نظامی است که میوه مرگ به ارمغان میآورن. در حالی که جنگ به خواب رفته، این مین‌ها هستن که بیدارن تا در خاموشی مسئولان جان غیر نظامیان را بگیرن. اگر در این خصوص نتیجه گیری کوتاهی باشه، میتوان گفت که عدم پاکسازی میادین و زمین‌های آلوده به مین توسط نهادهای مربوطه و مرکز ملی مین‌زدایی ایران نقض فاحش و آشکار حقوق بشر تلقی شده و مسئولیت مستقیم حوادث ناشی از انفجار انواع مین‌ها و گلوله‌های کاشته شده کنونی و عمل نکرده و عدم حمایت از قربانیان مستقیما بر عهده دولت، مجلس، وزارت دفاع، سازمان‌ها، ارگان‌های نظامیه و باید در این زمینه پاسخگو باشن. ممنون از همه دوستان که وقت گذاشتیم و به سخنرانی من سپاسگزارم. جناب آقای عربی متشکرم از شما. فکر میکنم چند ماه پیش هم بود یه بحث آزاد داشتیم در رابطه با همین بحث مین و کنم روز جهانی مبارزه علیه مین بود، حالا فراموش کردم چه ماهی بود. دوستان خیلی آمارای خیلی وحشتناکی واقعا اون موقع دادن که چه تعداد از هموطنانمون متاسفانه به خاطر وجود مینهای عمل نکرده جونشون هر روز از دست میدن و خیلی هم جالب بود اون موقع من یکی از دوستان آمار میداد که چقدر از مینها جدیدن کاشته شده بود تو مناطق، یعنی مینهای قدیمی نبود، جدیدن به خاطر حالا آنچه خودشون میگفتن حفظ مرزهای کشور اومدن کاشتن تو مناطق و به طور غیر اصولی هم کاشته شده و همین باعث شده خیلی از روستاهایی که مرزنشینن اطلاع نداشته باشن از وجود همچین مینهای تازه کاشته شده و باعث شده که جونشون گرفته بشه. سپاس از شما، از دوستان و همکاران عزیز. اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که شنوا بشیم. ممنونم از همه دوستان و همینطور از آقای عرابی. خب دوستان میریم به بخش بعدی جلسمون طبق روال همیشه. بخش بعدی ما بحث آزاده. بحث آزاد امروز ما با موضوع شکنجه ممنوعه. همونطور که میدونید 28 یونی روز جهانی مبارزه علیه شکنجه و همینطور حمایت از قربانیان شکنجه و در واقع به همین دلیل هم هست که بحث آزاد این ماهمون این موضوع انتخاب شده. در ابتدای بحثمون میخوام یه نگاهی بندازم اول به تعریف شکنجه، ببینیم اصلا شکنجه چی هست. کنوانسیون ضد شکنجه شکنجه رو این چنین تعریف میکنه که هر عمل عمدی که بر اثر آن درد و رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود شکنجه نام دارد. بر اساس این کنوانسیون هر دولت عضو این کنوانسیون موظفه که
اقدامات لازم مؤثر قانونی، قضایی و دیگر امکانات رو جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خودش در واقع به عمل بیاره. همینجا باید اضافه کنم که توی همین کنوانسیون اومده که اقرار بر اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نمیشه و نمیشه از اون مدارک در جهت پیگیری‌های قضایی استفاده کرد و مورد استناد قرار بگیره. همچنین توی اعلامیه جهانی حقوق بشر توی ماده 5 هم در مورد ممنوعیت شکنجه بهش پرداخته شده و صحبت شده. اما توی قانون اساسی کشورمون توی اصل 38ش هم به اون پرداخته شده و اصل 38 رو میخونم براتون، نوشته شده که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. اتفاقی که واقعا توی حداقل این سالهای اخیر ما به وفور دیدیم که توسط شکنجه چقدر اعترافات اجباری گرفته شده، پخش شده و همونا مدرک شده و اون شخص پای چوبه دار رفته یا اینکه حالا حبسای طولانی مدت گرفته. اما با وجود اینکه توی قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت توی اون اصل 38 که الان عرض کردم خدمتون به ممنوع بودن شکنجه پرداخته، اما جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه رو امضا نکرده که خب از دلایل واضح اون میتونه وجود کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در مورد شکنجه باشه. جمهوری اسلامی از همون ابتدای انقلاب برای از بین بردن مخالفان خودش و به نوعی میتونم بگم برای پیش بردن اهداف خودش، مخالفانش رو دستگیر میکرد، بعد افراد رو تحت شکنجه قرار میداد و از اونا اعترافات اجباری میگرفت و بعد این اعترافات رو میومد توی حالا تلویزیون، تمام رسانه های تحت حاکمیت خودش به گوش مردم میرسوند و در آخر حکم اونا رو صادر میکرد. باید بگم توی این 43 سالی که میگذره، حالا 40 سالی که از انقلاب میگذره، راه و روش جمهوری اسلامی در واقع همونه و تغییر نکرده، فقط نوع شکنجه هاست که عوض شده. بعد از شکنجه‌ای که جمهوری اسلامی الان داره انجام میده و به وفور هم میتونیم ببینیم، فشارهای روحی و جسمیه که علیه زندانیان میاره، مثل حالا تهدید به شکنجه، تهدید به اعدام، تهدید به تجاوز، تهدید به بازداشت‌های خانواده‌های زندانیان، تغییر کردن زندانیان، استفاده از شوکر و خیلی موارد دیگه که حتی نام بردن از این موارد به نظر من انسان رو از اون معنای انسانیت به انسان بودن دور میکنه. ولی جمهوری اسلامی توی این سالا توی بعضی از موارد و همینطور برای بعضی افرادی که حالا شناخته تر شدن، شناخته تر هستن در واقع، سعی میکنه از شکنجه‌هایی که از خودش آثاری در واقع به جا نذاره استفاده میکنه که هممون به نام معمولا شکنجه‌های سفید اونا رو میشناسیم. در این مورد افراد رو روزها و ماهای طولانی در انفرادی نگه میدارن، حق ارتباط با خانواده هاشون رو از اون افراد و از اون زندانیان میگیرن، حالا چه از طریق تماس‌های تلفنی و چه از طریق ملاقات‌های حضوری، و همچنین از بیمار بودن این افراد به نفع خود و برای شکنجه اونا استفاده میکنن و زندانیان بیمار رو از خدمات پزشکی به طور 100% محروم میکنن که خب اینم یک نوع شکنجه است. در ادامه دو تا موضوعه که میخوام خیلی کوتاه راجبشون بهشون اشاره بکنم و بعد بحث رو با شما دوستان ادامه بدیم. یکی در مورد زنان کشورمونه که از همون اوایل انقلاب تو زمینه‌های سیاسی اجتماعی برای احقاق حقوق و مبارزه با بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های موجود توی کشور بسیار تلاش کردند که در حال حاضر به طور آشکار شاهد آگاهی و پیشرفت بیشتر زنان کشورمون هستیم در رابطه با مطالبه گری در رابطه با گرفتن حق حقوقشون، که خب توی این مسیر بسیاری از زنان تحت شکنجه های بسیاری از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و بسیاری جونشون رو زیر این شکنجه ها از دست دادن. صدای این زندانیان زن که از داخل زندان ها به بیرون پخش میشه گویای نقض فاحش جمهوری اسلامی
در پایمال کردن حقوق انسانی و کرامت انسانی. مورد دوم که میخوام اینجا اشاره بکنم و میخوام که حتما دوستان نظراتشون بعدا بیان بکنن در رابطه با این موضوع، مردمی هستند که توی کوچه و خیابون‌ها مورد ظلم و شکنجه قرار میگیرن. حالا قبلا بیشتر توی اتاقای بازجویی و توی زندان‌ها این موضوع رو شنیده بودیم، اما اعتراضات مردمی توی ایران الان نسبت به قبل با فاصله‌های خیلی کمتری داره اتفاق میفته. تقریبا هر روزه شاهد اعتراضات خیلی زیادی از توی همه اقشار جامعه هستیم که خب جمهوری اسلامی برای از بین بردن این اعتراضات، از بکار گرفتن هیچ عملی دریغ نمی‌کنه. هموطنان رو مورد ضرب و شتم به شکل وحشیانه ای قرار میده. میبینیم که با استفاده از گازهای اشکاور سعی در پراکنده کردن افراد داره و عده بسیاری رو هم دستگیر میکنه که خب 100% توی بازجویی‌ها مورد شکنجه قرار میگیرن. بسیاری هم توی این اعتراضات توی خیابون‌ها با شلیک مستقیم گلوله از سمت نیروهای نظامی کشته میشن. میتونیم بگیم که شکنجه های جمهوری اسلامی توسط شکنجه‌گرانش امروز حتی به خیابون‌ها کشیده شده و فقط با نامیدن این افراد به اسم اغتشاشگر راهی رو برای سرکوب و شکنجه افراد برای خودشون باز میکنه. اما من میخوام نظر شما دوستان رو در این رابطه شنوا باشم. در وهله اول میخوام که چند تا اسم بگم و اینکه میخوام دوستانم اگر اسامی بیشتری به ذهنشون اومد حتما اونا هم بیان بکنن. اسامی کسایی رو میخوام خدمتون عرض بکنم که متاسفانه برای اینا، برای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسیشون مورد شکنجه قرار گرفتن و جونشون رو از دست دادن. و به نظر من ما مرتب باید اسامی افراد رو به یاد بیاریم تا فراموش نشن، چون که فراموش کردن این اسامی چیزی که واقعا جمهوری اسلامی میخواد، اینو میخواد که ما فراموش کنیم امثال نوید افکاری رو، امثال شاهین ناصری و امثال بکتاشت و آبتین رو که فقط و فقط به خاطر گفتن حقیقت جونش رو از دست داده، امثال امیر حسین حاتمی رو، عزیمه ناصری رو و خیلی های دیگه که تا لحظه مرگشون از گفتن حقیقت دست نکشیدن. و این که میخوام نظر شما رو در رابطه با یه موضوع دیگه هم عرض میکنم خدمتتون که دوستانم حتما مشارکت کنن در این رابطه، در رابطه با این شکنجه‌گرانه. میخوام ببینم که این جمهوری اسلامی شکنجه‌گران رو از کجا پیدا میکنه. یعنی که میخوام ببینم چی میشه که یک انسان حاضر میشه همچین خشونتی رو در قبال یک هموطن خودش انجام بده، در قبال یک معلم، در قبال یک فرهنگی، یک روزنامه‌نگار، یک کسی که میدونه اون شخص فرهنگیه، شاید معلم بچهش بوده، ولی میاد همچین به طور وحشیانه اون شکنجه رو اعمال میکنه علیه اون شخص. خیلی دوست دارم که نظر دوستان رو در این رابطه حتما بشنویم. من صحبتام اینجا کوتاه میکنم و میخوام که نظرات شما دوستان رو بشنوم. دوستان عزیز، همکاران گرامی، در رابطه با عرایض بنده اگر نقطه نظر دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای کریمی، بفرمایید. خواهش میکنم، میشنویم شما رو. مایکتون بازه جناب آقای کریمی، بفرمایید. با سلام خدمت دوستان عزیز. حقیقتش آقای ناصری، اسم شکنجه که اومد نفسم بنده من، چون به عنوان کسی که هم زیر دست اینا شکنجه شدم، هم زیر دست اینا شکنجه شدم، هم شاهد کسایی بودم که شکنجه شدن بغل دستم. یعنی نمیدونم از کدوم قسمت شروع کنم، از کجا شروع کنم، چون بلایی که اینا سر کسایی که میارن بیگناه بدون هیچ دلیلی خیلی بیشتر از این چیزی که من بتونم توضیح بدم و یا بتونم واقعا شاهدش باشم. چیزی که من خودم دیدم بدترین شکنجه از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، با بدترین فوشا، با بدشکنجه ها، یعنی فوشای ناموزی. من به عنوان یکی از همبندی های خلیل اسدی بوجرانی با صحبت الله امیدی، صحبت امیدی یکی از شاهدین دادگاه آبان ماه لاهه بود،
تو اونجا با هم توی یه بند بودیم ما، ایشون تیر خورده بود. موقعی که ما تو بند وزارت اطلاعات کرمانشاه بودیم، با همون زخم باز، با همون زخم باز رو به روی من نمک پاشیدن تو زخمش، با پوتین رفتن تو زخمش، با پوتین رفتن رو بازوش. باید اعتراف اجباری. شما یه نکته رو بیان کردید، گفتید آیا نقد اعتراف اجباری واقعا تو قانون هیچ حکم چیزی نداره، اما همین اعتراف اجباری که میگیرن اونجا قاضی دادگاه بدون هیچ توجهی به همون توجه میکنه. چون من خودم شاهدش بودم، دوستانم همینجوری. شبایی که ما تو بازداشتگاه بودیم تا صبح یکی از بدترین شکنجه هاشون این بود، نه ما شکنجهگر رو میدیدیم کی ما رو میزنه و نه میتونستیم دسترسی به هیچی داشته باشیم. کسایی رو میبردن بندهای دیگه، روبرون بند نبود، تک سلوله، همش انفرادی های وحشتناک توی تاریکی. موقعی که میزدن با داد و بیداد، با التماس، گریه و زاری، فقط بچه های دیگه بترسن. من شاید اینم بودم که خیلی ها که از رو به رو به کسی دیگه شکنجه میشد، این یکی از ترس اومد اعتراف کرد. اعترافی که هیچ ربطی به اون نداشت، هیچ ربطی به اون نداشت. با کیسه های آب، مشرمه های آبو که پر میکردن، میکردن سر بچه ها تو بازداشتگاه، که خودم یکیش بودم، که بعدن ما اون لحظه نتونستم ببینم. موقعی که هم دیگه دیدیم، ما فرستادن زندان، اونجا تونستیم هم دیگه ببینیم. کیسه های آب میریختن تو کیسه ها، بعد پاها رو هوا، کیسه رو میکردن تو سرمون تا نفسمون بند اومد. با فوشای خواهر مادر، با تهدید خانواده، تهدید برادر. من به عنوان کسی که هنوز دست از سر خانواده‌ام برنداشتن دارم این حرف می‌زنم. هنوز تقریبا 2 ماه نیست که من برادرمو بردن زندان. به خاطر مشکلات چی؟ هیچی. به خاطر یه اعتراض. انواع انگا رو بهمون چسبوندن. انواع تهمت‌ها رو بهمون چسبوندن. با رادیوهای بیگانه کار می‌کنید. با رسانه‌های بیگانه کار می‌کنید. از کی پول می‌گیرید؟ چقدر پول گرفتین؟ در صورتی که ما نه پولی گرفتیم، نه با رسانه‌های بیگانه اون موقع کار می‌کردیم. مجبور به اعتراف میشدیم. واقعا تحمل کردن اون شکنجه ها خیلی کم کسی میتونه تحملش کنه. بعد که میای دادگاه، آقا من زیر شکنجه تهدید شدم، تهدید به خانواده شدم، تهدید به پدر و مادرم شدم، اگه اینو نگم پدر و مادرم باید بیاد زندان، اگه اینو نگم برادرمو میگیرن، اگه اینو نگم خیلی بلاها سرت میاد. از ترس اینا بیشتر از شکنجه مجبوری حرف بزنی. از ترس خانوادت. بعضی موقع آدم از خودش میگذره ولی نمیتونه از خانوادت بگذره. یکی از مشکلات اصلی زندانی های سیاسی ما همینه. بیشتر این مشکلات شاید از جون خودشون مایه میذارن ولی از ترس خانوادشون میان این حرفا میذارن. صداشون به هیچ جایی نمیرسه. خیلی ها ما زندانی داریم زیر شکنجه بودن، زیر شکنجه مردن. فقط تنها چیزی که میتونیم اینجا ما صدای اونا باشیم. چون خودشون صدایی ندارن اونجا. یه نفره. ممنونم آقای ناصری عزیز. وقت دیگه نگیرم از این بیشتر. خیلی خوشحال شدم. ممنونم. مایک رو هم. متشکرم آقای کرمی. بله من همینطور تو عرضم عرض کردم خدمتتون. اصل 38 فقط یه چیزی که نوشته شده توی قانون اساسی ایران که حالا گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه مدرک حساب نمیشه و و و و. ولی خب چیزی که حداقل توی این ما توی سالهای اخیر داریم میبینیم بارها و بارها اتفاق افتاده تحت شکنجه‌هایی به اون شکل وحشیانه. واقعا آدم از گفتنش هم آدم موهای تنش سیخ میشه، چه برسه که بخواد اون لحظه اونجا باشه و اون شکنجه ها رو از نزدیک ببینه. تحت اون شرایط خب آدم مجبور میشه شاید خیلی از حرفایی که اونا میخوان بزنه، هر چی میخوان بنویسه، هر چی میخواد بگه. بعدم که میره دادگاه، خب قاضی خودش میدونه، قاضی میدونه شما تحت شکنجه اعتراف کردید و خیلیاش واقعا کذبه، ولی خب اون اصلا به این چیزا اهمیت نمیده. اونم بالاخره دست نشانده همین جمهوری اسلامی، دست نشانده همین سیستمه و اونم در واقع داره همون ایدئولوژی سیستم رو در واقع پیش میبره.
و متاسفانه این اتفاقاتی که الان ما هر روزه داریم توی کشورمون میبینیم. من الان صحبتامو کوتاه میکنم تا بقیه دوستانم نظراتشون رو بگن. جناب آقای فراخی بفرمایید، خواهش میکنم. بله، من از شما جناب کریمی و دوستان عزیز، یه مورد هست که در جواب شما که گفتید چطور میشه که یه نفر بتونه هم نوع خودشو بیاد شکنجه کنه، آزار بده. اینا واقعا میشه دو سه دلیل بود. یکی که شستشوی ذهنی که ما توی ایران داریم، کسی که میاد رهبر جمهوری اسلامی میاد جلو وای میسه خودشو به اسم معترضان و به عنوان یه خیانت به رهبری و نمیدونم چیزای دیگه بهشون میچسبونن و ذهنشون رو شستشو دادن از قبل که اهانت به رهبری یعنی اهانت به دین، به هر چیز دیگه، و اینا رو وادار به همچین کاری میکنن. و دومین مورد این چیزی که یک شخصی میاد هم نوع خودش رو شکنجه میکنه یا آزار اذیت، یا تو خیابون بالاخره میبینیم شورشیاری میبینیم که طرف نظام هستن و شلیک میکنن، اینا همش میشه بگیه مورد دومش میشه بگیه اینه که موقعیت شغلیشونه، نمیخوان از دست بدن، یعنی حاضرن هموطن خودشون رو شلیک کنن، بکشن و جونشون رو بگیرن فقط به خاطر اینکه بتونن موقعیت شغلشون، موقعیت مکانشون رو بتونن حفظ کنن. متاسفانه ممنونم که وقت رو به من دادی، فقط در جواب صحبت های شما میتونم همین دو سه مورد رو عنوان کنم. ممنونم جناب آقای فراخی، واقعا درکش برای من سخته که چه اتفاقی ممکنه، یعنی تا چه حدی شستشوی مغزی، تا چه حدی کار کردن روی افکار اونا که بیان به این شکل. فیلماشو دیدیم حداقل توی این اعتراضات چند ماه اخیر که از فاصله چند متری شلیک میکنه، یعنی تو چش طرف نگاه میکنه، میدونه طرف جانی که نیست، طرف اومده اعتراض کرده به خاطر وضعیت معیشتیش، به خاطر حقوق از دست رفتهش، یا به خاطر حالا متروپولی که سقوط کرد، عزیزش از دست داده، میدونه طرف فقط به خاطر این داره اعتراض میکنه، ولی با این حال از فاصله چند متری مستقیم بهش شلیک میکنه. یعنی که وقتی زیر دست پا میفته تا میتونن میزننش همونجا توی خیابون که بقیه هم ببینن و بترسن و در واقع فرار بکنن. این خیلی برای من اصلا جالبه که این آدما از کجا میان، با چه ذهنیتی میان، چه جوریه. اصلا من نمیتونم این مسئله رو درکش کنم، واقعا برای من که به شخصه خیلی سخته این مسئله درک کردنش. آیدی پور آذران بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام به همه دوستان. در جواب شما و اون دوست عزیزمون که در مورد شکنجه های آبان صحبت کردید، میخواستم بگم که واقعا درست شکنجه روحی که میکردن خیلی سخت بود. تو اون زمان من پسرم 3 سالش بود، ولی به خاطر اینکه اعتراف اجباری نمیکردم، ببخشید، اجازه نمیدادن که من با خانوادم صحبت کنم یا با پسرم صحبت کنم، و فقط در یک شرایط، در شرایطی که حرفای اونا رو تایید میکردم و هنالن میگفتن اگه بپذیری این جرمو اجازه داری فقط 3 دقیقه با خانوادت صحبت کنی، یعنی به حالت منت این امتیاز رو در حق من انجام میدادن، که در نهایت با گرفتن اعتراف اجباری من میتونستم 3 دقیقه با پسر 3 سالم که به شدت به من وابسته بود صحبت کنم. همین. متشکرم از شما. بله خب میدونم تجربیات واقعا تلخیه و واقعا بازگو کردنش حتی خیلی سخته دیگه. حالا شما توی اون شرایط بودین و خب قطعا میدونم خیلی سخت بوده برای شما. از دوستان عزیز خانم آبا شریفرد دستتون افتاد، من اگر هستید من آیدی مایکتون رو باز بکنم. عذر میخوام، من یه لحظه تصویر مانیتورم رفت، متوجه نشدم. آقای حاج قادر قبل شما هستن، عذر میخوام خانم آبا شریفرد.
اول آقای آزقادر بفهمید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام دوستان، آی ناصری و خانم مباشری فرد، من باید برم سر کار، گفتم خدمتون مرخص بشم و یه سوال داشتم که اگر اسم منو برای سخنرانی ماه قبل، آقای حاج قادر این صحبت‌ها رو لطفا آخر جلسه، اگر ممنون میشم، اگر من الان بخواید برید مشکلی نیست، میتونید خداحافظی کنید و توی اون بخش تلگرام برای خانم مباشری فرد برید. متشکرم از شما. سرکار خانم مباشری فرد بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شما. ممنونم جناب آقای ناصری. من در پاسخ شما که فرمودید که من واقعا قبول ندارم این مسائل رو، ببینید یک خط قرمزی همیشه وجود داره. اگر شما یک بار، فقط یک بار از اون خط قرمز رد بشید، دیگه برای شما راحت. از قدیم گفتن تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد میشه. وقتی که شما بار اول یک شکنجه رو انجام دادی، بار اول یک کار خطایی رو انجام دادی، بار اول کسی رو زیر ظلم، ستم، شلیک کردن به هر طریقی، فقط اون بار اول براتون سخته، ولی بعد از اون دیگه برای شما مثل یه آب خوردن میمونه، اصلا براتون اصلا مهم نیست، انگار که چشم شما بسته میشه. و کسانی که متاسفانه در این شرایط هستند و مردم رو زیر بار ظلم و ستم و به قولن شکنجه و آزار جنسی و هر چیز دیگری که فکرشو بکنن قرار میدن، بار اول شاید براشون سخت بوده ولی بعدن براشون خیلی راحته و این کار رو انجام میدن و هیچ ابایی هم ندارن. و متاسفانه در مملکت ما وقتی که شکنجهگر هیچ اتفاق براش نمیفته، یعنی مثلا الان شما دیدید که قانون جدید هم نمیدونم شنیدید یا نه، حتی اجازه دادند که به مردم شلیک کنند در اعتراضات، یعنی مجلس تصویب شد شما در اعتراضات اگر به کسی شلیک کنید و اون شخص بمیره، شما نه دیه داری، نه زندانی داری، نه هیچ. وقتی که شما به یک شخصی اجازه میدی که یک هموطن خودتو، یک انسان رو، اصلا ما نمیگیم هموطن، یک انسان رو به عنوان انسان بودن و شما هم یک انسان هست، انسان دیگری رو، جونش رو بگیری، دیگه چه توقعی میشه داشته باشی؟ اینه که واقعاً از بالا این سیستم خراب هست. این سیستم رو از بالا وقتی که شما در نظر میگیرید که مشکلات به وجود میاد و از بالا اجازه به شما داده میشه کسی دیگری رو جونش رو بگیری، همه راحت خیلی بدون ترس و بدون دلهوره جان همدیگر میگیرن و مثل، ببخشید معذرت میخوام، مثل جنگلی که حیوانات درنده حیوانات عادی رو میکشند و یک سیستم جنگلوار شده واقعا در ایران. یعنی اصلا هیچ چیزی، هیچ قانونی، هیچ اعلامیه جهان حقوق بشری، هیچ کسی به داد این مردم نمیرسه. و متاسفانه من موندم چرا سازمان ملل، چرا سازمان عفو بین الملل، چرا فقط نشستن و به قول شما الان خوب حرفی زدید، گفتید فقط نشستن میگن که چرا دوربین های نتنز خاموش شده، چرا نمیان نگاه کنن بگن که بابا چنقدر توی ایران دارن کشت و کشتار انجام میدن، علنن دارن توی خیابون مردم رو میکشند، علنن دارن مردم رو مورد ظلم قرار میدن. شکنجه فقط اون نیست که توی زندان شما شخصی رو زجر بدی، از خانوادش دور کنی، شکنجه همونی که شما نمیتونی، مرد خانه هستی، در شب میری خونت، نداری که شکم زن و بچه‌ت رو سیر کنی، اینا همش شکنجه است. شکنجه فقط اون نیست که ما بگیم که الان توی زندان ناخونش رو میکشن، شلاقش میزنن، به قول آقای کرمی کیسه آب روی سرش میکشن، نه، همه اینها شکنجه است و مردم ایران رو دارن ذره ذره شکنجه میکنن. ممنون از شما. بله خانم مباشری‌فر، متشکرم. بله قانون خب توی مجلس رفت، با رأی اکثریت هم فکر میکنم تصویب شد و حالا البته قبلا هم این کارو میکردن، حالا من نمیدونم حالا به صورت قانون درش آوردن، وگرنه قبلا هم هیچ ابایی نداشتن، خیلی راحت توی خیابون شلیک میکردن، خودشون هم میومدن میگفتن ما بودیم زدیم، یعنی اصلا هیچ ابایی از این مسئله ندارن که مستقیما شلیک بکنن و در واقع معترضا رو بکشن.
ولی خب حالا دیگه به شکل قانون در آوردن که فردا روزی اگر هم کسی اومد معترض شد که چرا شما زدید، بگن که این قانون بوده، به شما حق نداشتید اصلا بیان اعتراض بکنید. در واقع این حق رو دارن سلب میکنن از مردم. وقتی آقای خامنه‌ای میاد توی صحبتاش میگه که این اعتراضاتی که داره اتفاق میفته نباید به این شکل باشه، من راضی نیستم و فلان اینا، یعنی اصلا شما حق ندارید اعتراض بکنید. حالا که میاد اعتراض بکنید، ما این حق رو داریم که شما رو بکشیم. پس دیگه تموم شده رفت. جناب آقای ترغیبی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، عرض ادب خدمت همه عزیزان، همکاران و بینندگان عزیز. من واقعا موقعی که دوستمون آقای آرس کرمی و خانم پور آذران در مورد شکنجه حرف زدن، یه استرس بدی گرفتم، به خاطر همین صدا میلرزدم. در مورد سوالتون که چه شخصی حاضر میشه که همچین شکنجه هایی بکنه و توی مثلا اعتراضات بیاد راحت مستقیم گلوله بزنه و جان یک نفر رو بگیره، باید اینو خدمتتون عرض کنم. یک اشخاصی هستن که منافع شخصی فقط تو نظرشونه، منفعت شخصی خودشه و متاسفانه طی 43 سالی که حکومت جمهوری اسلامی روی ایران حکومت کرده، مردم رو به سمتی سوق داده که منافع شخصی خودشون رو به منافع ملی ترجیح بدن و به خاطر همینه یک نفر میاد یک شخصی رو شکنجه میکنه، یک شخصی میاد یک شخص دیگر رو به راحتی میکشه زیر نظر همین قانون و پولش رو میگیره، نون خودش رو در میاره، نون بچه هاش رو در میاره از همین راه. به هر حال دیگه یک راهیه برای تامین مخارجش. و یک مسئله دیگه که چه کسانی میان، دسته دوم چه کسانی هستن؟ دسته دوم اون کسانی هستن که بر طبق یک ایدئولوژی مقدس دارن این کار رو انجام میدن. من همیشه توی حرفام همینو میگم، من همیشه توی سخنرانیام به این اشاره میکنم که ما یک ایدئولوژی مقدس روی این حکومت داریم که وصل به چیزی به اسم الله. حالا این الله چجوری از کجا اومده مشخص نیست، فقط میگن الله است. از بچگی به همه ما گفتن که مقدس، باید اطاعتش کنی، فلان کنی، حالا کجاست، چجوریه، چجور اطاعتش کنی، نیست، خودش نیست. پس نماینده الله میاد، محمد میاد، امام ها میان، بعد امام ها که نیستن ولی فقی میاد، باید ولی فقی رو اطاعت کنی. اینها این آموزش ایدئولوژیک رو از مدرسه شروع میکنن توی جامعه. متاسفانه مردم ما چون آگاهی نسبت به این مسئله نیست، دارن خودم حالا الان بهتر نسبت به قبل، ولی قبلا از خانواده انتقال میرفتیم توی مدرسه، مثلا این ایدئولوژی رو انتقال میدادن به بچه ها طبق کتابای خودشون. دارن دیگه نگاه میکنید بیشتر کتاباشون بر اساس آموزهای اسلام و مثلا یک داستانی مثل حسین فهمیده، پسر نمیدونم 13 ساله بود رفت زیر تانک خودشون منفجر کرد. خب این شخص با یک داعشی چه فرقی داره که میره خودشون منفجر میکنه؟ بر اساس این ایدئولوژی این کار میکنه و این مقدسه و این کار میکنن چون این ایدئولوژی در مغز اینا قرار گرفته و به راحتی وعده بهشت به اینا داده شده که در دنیای دیگر با حوریان فراوان زندگی میکنن، اینا به راحتی همین کار رو انجام میدن. و امیدوارم توی این کانون دفاع از حقوق بشر اگر ما کارمون آگاهی رسانیه، بیایم در مورد این ایدئولوژی، در مورد این که چرا مقدسات رو ما باید نقد کنیم، چرا ما باید این آموزش ها رو به توی کانونمون داشته باشیم که از این اتفاقا جلوگیری کنیم. همونجوری که توی رسانه های شبکه های اجتماعی ما بسیاری از ایرانی ها داریم که نقد میکنن، نه بی احترامی. و امیدوارم اینم توی کانون در دستور کار قرار بگیره که ایدئولوژی را به چه مقدس چه نامقدسش به راحتی بیایم مورد نقد قرار بدیم. من متشکرم از وقتی که به من دادیم. سپاسگزارم آقای ترغیبی، متشکرم بابت اظهار نظرتون. من صحبتامو کوتاه میکنم. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود، در مورد حرفای خانم مباشری که حرف زدن، گفتن
چرا تا اتفاقی که میفته در مورد نتنس مثلا دارم میگم همه نگاه ها میره طرف نتنس، ولی روزها هر روز داریم ده ها نفر اعدامی داریم، ده ها نفر زیر شکنجه میمیرن، ده ها نفر از خانوادهشون جدا میشن، مرگ هایی که هر روز به شکل و به دلایل های مختلف اتفاق میفته. اما نمیدونم مشکل از چی هست، چرا کسی صدای ما رو نمیشنوه؟ با این همه سازمان های حقوق بشری هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. حتی خانواده زندانیان سیاسی، خانواده هایی که زیر شکنجه جونشون رو از دست دادن، بعد از اون خانواده هاشون هم آرامش ندارن. کسی یه زندان سیاسی از زندانم بخواد بیاد بیرون، بعد از اونم دست از سرش بر نمیداره. حتی اگه کشورهای مختلفی باشه، نمونهشو داریم، خیلی کسا تا ترکیه اومدن و چندین نفر رو از ترکیه برگردوندن تو ایران و جونشون رو از دست دادن، بازم صداشون شنیده نمیشه. فقط تو یه هفته تمام بعد فراموش میشه، ده روز، یه ماه، دو ماه بعد فراموش میشه، نفر بعدی و همین جوری نفرهای بعدی روز به روز بیشتر فراموش میشه. ولی صداش با این همه رسانه‌های حقوق بشری، اما باز همین کار ادامه داره و هیچ سودی هم نداره، هیچ جلوگیری از کار اینا نتونستیم بکنیم تا الان. مثلا من تو خبرش هم، تو قانون بشریت هم همین چند وقت پیش خوندیم، نوشتیم. اتفاقا یکی از دوستایی که شخصا نمیشناسم ولی دوست دارمشه، بعد دو سال از زندان، تو زندان پاوه، یه زندانی سیاسی، میاد بیرون تو خونه، بعد از سه روز از زندان میاد بیرون تو خونه جنازه‌شو پیدا میکنن. آدم ورزشکار، نه اهل مواده، نه اهل دوده، نه اهل خلافای بدی بوده، یه زندانی سیاسیه. موقعی که میاد بیرون، جلو رسانه شدنش با خانواده‌اش میگیرن، چند تا از اقوامش مجبور میشن مخفیانه به شبکه‌های رسانه‌ای خبر بدن. بعد چهار روز که جنازه‌شو پیدا میکنن، من خودشون، خانواده‌شون، همشون یه جورایی میشناسیم، حتی برادرم رفته بود برای فاتح خونش. بعد چهار روز که جنازه رو پیدا میکنن، میبینن کل جنازه کبود شده و اینا برمیگردن، شخص این کسی که اینجوری شده برمیداره میبرن پزشک قانونی که خودشون میخواد، خانواده اجازه نداره اینو برداره پزشک قانونی که خودش انتخاب کنه. این خبر تو رسانه ها، تو شبکه های مختلف، تو هنگاو، تو حتی شبکه‌های من و تو سازمان همین حقوق قانون خودمون پخش شد، ولی الان هیچ اسمی از ایشون من نمیشنوام، نه رسانه‌ای، نه خبری، تمام شد. بعد از اونم خانواده‌اش هنوز زیر ذره‌بین و مشکلات و همینجوری ادامه داره. فقط میخوام از همینجا، از همین تریبون، به تمام رسانه‌هایی که تا جایی که امکان داره بیشتر اطلاع رسانی بشه و بیشتر پیگیری اینجور موضوع بشیم. بازم ممنون، ببخشید که وقت شما رو. سپاسگزارم آقای کرمی. بله، من تو عرایزم توی صحبتام گفتم که یکی از وظایف ما در واقع تکرار این اسامیه که این نام ها هیچ وقت از یاد نره، چون در واقع این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد، هدفی که جمهوری اسلامی داره که ما فراموش کنیم که چه اتفاقی افتاد برای فلان شخص یا برای فلان شخص. یکی از وظایف ما همینه در واقع، تکرار اسامی، که اینا همیشه توی ذهنها باشه و یادشون همیشه زنده باشه. سرکار خانم لیلا بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان. الان در رابطه با حرفی که الان زدین یه مطلبی اشاره بکنم. اینی که شما فرمودین که ما باید صدای بقیه باشیم، صدای تمام نوید افکاری و همه اشخاص باشیم، صدای من دارید؟ بله صداتون هست، بفرمایید. درسته، در رابطه با این، درسته که اون اشخاص سرشناسه که دیگه تو تمام فضاهای مجازی اسمشون هست و نامشون همه جا هست، ولی هرچند که حقوق بشر واسه همین اشخاص هم کاری نکرده و نمیکنه و از افرادی مثل ما هم که دیگه نمیشه هیچ توقعی داشت که بتونیم قدمی واسه اونا برداریم. البته که ما تلاشمون رو میکنیم، هدفمون آگاهی رسوندنه و ما انجام وظیفه‌مون رو میکنیم، ولی خب خواستم بگم که در واقع این قانون حقوق بشر نه تنها تو ایران رعایت نمیشه، تو کشورهای دیگه مثل فرانسه که من خودم شخصا تجربه‌اش رو دارم، متاسفانه اصلا اهمیتی نمیدن و اصلا واقعا متوجه نمیشن که اگر انسان جونش در خطر نباشه، علکی و برای نمیدونم خوشگذرانی مهاجرت نمیکنه، علکی زندگیشو که براش 30 خورده ای سال زحمت کشیده رها نمیکنه. شکنجه تو ایران فقط به
مخصوص فقط زندان و شکنجهگرانشون نیست. حتی ماهایی که اینور هستیم با وجود اینکه از خانواده دوریم، با وجود فشارهایی که رومون هست، فکر کنم خیلی شرایطمون سخت‌تر از کسایی که تو بند و حالا تحمیل اون شکنجه‌های روی روانی که تو زندان هست. یکی این که می‌خواستم بگم شکنجه روی ماهایی که پناهجو هم هستیم خیلی به شدت زیاده و حکومت ایران، یعنی در واقع جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تو ایران ما رو شکنجه می‌کنه، حتی اینور هم که هستیم از دست اون شکنجه‌هاشون رهایی نداریم. و در رابطه با این که گفتید که چطور میشه که انسان‌هایی میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که بخوان اینقدر قسی القلب عمل بکنن، فکر میکنم اونا به درک فلسفه وجودیشون نرسیدن، درک فلسفه وجودی انسان، این که به مقام صالح بودن رو درک نکردن. این که حکومت جمهوری اسلامی ایران با توجه به سوء استفاده کردن از قرآن و احادیث و به اسم دین در واقع داره سوء استفاده میکنه و با شستشو ذهنی هایی که دادن اصلا اونا متوجه کاری که میکنن و جنایات هایی که در حق هموطن خودشون میشن نمیشن. و اینا همه برمیگره به عدم آگاهیشون، همه برمیگره به این که واقعا ببخشید من دیگه مقدار صدام میلرزه، نمیتونم، یه مقدار از ناراحت که میشم دیگه قدرت صحبت کردنم از دست میره. ببخشید. ممنونم از وقتی که در اختیارم قرار دادید. نمیدونم تونستم اون چیزی که درونم هست و باعث آزار رنجشم میشه برسونم. ببخشید وقتتون نمیگیرم. ممنونم. متشکرم خانم لیلا بابت اظهار نظرتون، کاملا درست میفرمایید. من هم عرض کردم شکنجه ها دیگه مثل سابق نیست که فقط کتک زدن باشه یا حالا کارهای دیگه که مرسوم بوده قبلا انجام میدادن. شکنجه الان انواع و اقسام مختلفی داره. یکیش هم همین که شما فرمودید، یه جورایی ما همه تبعید شدیم در واقع از کشورمون، از زادگاهمون، از خانواده هامون دور شدیم و مجبوریم داریم توی یه جای دیگه یه زندگی جدید تازه از صفر که چه از کنم از زیر صفر مجبوریم شروع بکنیم. این خودش یک نوع تبعیده. یعنی اگه ما توی کشور خودمون به یه شهر دیگه تبعید می‌شدیم، شاید دردسرمون خیلی کمتر بود تا اینکه توی کشور دیگه بخوایم دوباره همه چی رو از زیر صفر شروع بکنیم. جناب آقای نوروزی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشین، امیدوارم که صدای منو داشته باشین. بفرستم عرض به خدمتتون که بحث شکنجه هستش. من می‌خواستم اول یه برگردیم به زمان پهلوی. ما از اون زمان هم شکنجه یه چیز مرسومی بودش توی اون سیستم، چون که همون زمان هم ما مخالفای اون رژیم رو میدیدیم که بدترین شکل ممکن دارن شکنجه میشن. این فقط مختص جمهوری اسلامی نیستش که این داستان رو باب کرده و خب این البته شکی هم نیستش، ولی از اون زمان ادامه داشتش. ولی که در دو صحبت هایی که حالا بسیار دوستان داشتن انجام میدادن، این که حقوق بشر چه جایگاهی داره و اینکه به چه صورت میخواد داره حفاظت کنه. ببینید خیلی از اتفاقایی که توی سازمان ملل الان در دو ایران داره میافته، یه قسمتش حقوق بشری داره بررسی میشه. به عنوان مثال همین بحث برجام، یه قسمتش میگفتن آقا شما باید حقوق بشرتون هم توی این داستان بیارید، که توی کنگره آمریکا هم این بحث و گفتگو گذاشته شد که یکی از اصول برجام ما باید ببینیم که حقوق بشر توی ایران داره به چه صورت داره کار خودش رو انجام میده. ولی اینکه بخوایم از دولت‌های بیگانه مثال اروپایی‌ها و مثال چهار تا کشور مثل آمریکا و فرانسه و انگلیس و اینا انتظاری داشته باشیم که اینا بیان بگن که آقا آره توی جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر داره میشه و علم میشه و بل میشه، مطمئن باشیم ما به هیچ جا 100 سال دیگه به هیچ جا نمیرسیم و این رویه ادامه پیدا میکنه. همونطور که 40 سال ادامه پیدا کرد، 40 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه. پس از ماست که بر ماست. یعنی ما خودمون
ماهایی که داریم در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با قانون صحبت میکنیم، ما باید یه کمر همت ببندیم، دست به دست همدیگه بدیم تا این صدا رو به گوش همه برسونیم، چه بسا این که رسوندیم. امروز از بچه های رسانه یه ویدیوی منتشر شد توی اینستاگرام قانون که یه پدر یه خانواده‌ای داشت، یه بچه شو داشت کتک میزد. من داشتم نگاه میکردم، از بچه کانونم نبودن، خیلی اومده بودن اعتراض کرده بودن و کامنت های خیلی جالبی هم بودش. خب این کارش، این کار خیلی کار خوبیه که ما به همین صورت داریم به همه نشون میدیم که آقا همچین اتفاقی هم داره میفته، این هم مصداق بارز شکنجه هستش. و در رابطه با صحبت یکی از دوستان، اگر اشتباه نکنم، رابطهشون نظر خودشون رو گفتم، بنده هم نظر خودم رو میگم، آقای ترویدی عزیز، در رابطه با یکی از رزمنده هایی که تو زمان جنگ حالا یک نارنجک به خودش بسته رو رفت. ببینید ما اصلا نمیتونیم که بگیم که ایشون داعشیه، نه. شما دیدگاه رو نگاه کن، اینا اصلا بحث ایدئولوژی و اینا نیستش. یعنی ما اصلا بیایم ایدئولوژی رو با وطن دوستی دوتا معقوله 100% جدا هستن. کشورهای مسلمون ما زیاد داریم، شما نکنید یا همچین اتفاقایی داره میفته، همچین اتفاقایی داره میفته. یعنی نمیتونیم فقط بگیم که حالا اسلام چون که این حرفا رو زده پس اینا هم دارن به خودشون میقبولونن که برن پدر مردم رو در بیاره. زمانی میتونیم این حرف رو بزنیم که بگیم آقا دولت جمهوری اسلامی ایران چون که دین و سیاست رو با همدیگه ادغام کرده و داره الان سوء استفاده میکنه از دین، در این صورت من حرف شما رو قبول دارم، میگم که بله آقا تو کشور ما چون که دین و سیاست با همدیگه ادغام شده هستش، ما این مشکلات رو داریم، دارن از کلام حالا به اصطلاح خدا دارن استفاده میکنن و پدر مردم هم دارن در میرن. ولی نگاهمون یه مقداری نگاه درستری باشه به عزیزانی که ما توی 8 سال جنگ از دست دادیم و همه هم خانواده های ما هستن و برای ما هم همین الانش هم خیلی ارزش و احترام دارن و خواهند داشت. صحبتم دو طرفه نبودش، در کل خواستم نظر خودم رو بگم، حالا در ادامه جلسه هم با هم دیگه صحبت میکنیم. مرسی از بحث آزاد خیلی خوبه. سپاسگزارم جناب آقای نوروزی، متشکرم. در رابطه با حالا سازمان‌های حقوق بشری فرمودید، آقای شفایی همیشه یه صحبتی میکنه، میگه که هر کسی باید وظیفه خودش رو به نحو احسن و درست انجام بده. ما به عنوان فعال حقوق بشر و جزء اعضای کانون دفاع از حقوق بشر وظیفه‌مون الان اینجا افشاگری و آگاهی رسانیه. ما الان وظیفه‌مون اینه، باید اینو به نحو احسن و درستی انجام بدیم. یکی از همین کارا همین ویدیویی بود که شما فرمودید، منم دیدم این ویدیو رو، واقعا خیلی متاثر شدم که یک پدری اینگونه داره بچه‌شو میزنه. خب این وقتی این موارد ما هی بیایم نشون بدیم، این موارد نقضی که داره توی یک کشور اتفاق میفته، چه از سوی حاکمیت و از سمت خود مردم، فرقی نمی‌کنه. این نقض حقوق فقط از سمت حاکمیت نیست، از سمت مردم هم هست. وقتی بیایم اینا رو هی نشون بدیم و مردم آگاه کنیم که این کار اشتباهه، این کار رو نباید انجام بدیم، همینا به مرور زمان بالاخره تأثیرش رو میذاره و الان میبینیم که توی جامعه همون واقعا کتک زدن فرزند و بچه خیلی کم شده نسبت به سابق. یعنی نسبت به شاید 20 سال 30 سال پیش خودمون حالا در نظر بگیریم، 30-40 سال پیش خیلی اون موقع به مراتب بیشتر بوده تا الان خیلی کم میبینیم خانواده‌هایی که واقعا دست روی بچه‌شون بلند می‌کنن، اصلا نوع تربیتی تغییر کرده، آموزش دیدن، خانواده‌ها خیلی خوب دارن برخورد می‌کنن با فرزندانشون. حالا هستن کسایی که متأسفانه هنوز هم دارن به همون سیستم قدیم کار می‌کنن، اونم به خاطر عدم آگاهیشونه. جناب آقای بولوردی بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست. سلام می‌کنم خدمت همه دوستان، ممنون که این وقت رو در اختیار من قرار دادین. دوستان، شکنجه توی تمام حکومت‌های دیکتاتوری اگر
یه مقداری به گذشته نگاه بکنیم، حتی حکومت‌های دیکتاتوری الان وجود داشته، وجود داره و وجود خواهد داشت. یعنی شما چه زمانی یک حکومت یا یک شخص حتی شروع میکنه به آزار رسوندن دیگری؟ زمانی که از راه گفتگو یا از راه مسالمت، از راه متمدنانه نتونه با طرف مقابل خودش نشست برخاست داشته باشه یا هم نشینی داشته باشه یا اونو متقاعد بکنه یا کلن هیچ مراودی نتونه باش داشته باشه، دست به شکنجه میزنه. شکنجه هم اصولا برای چیه؟ شکنجه رو حکومت ها استفاده میکنن برای امیال خودشون، یعنی یک هدفی دارن پشت اون شکنجه، اینجور نیست که فقط آزار به اون شخص برسونن. ما تو ایران میبینیم که شکنجه همیشه شکنجه همراه با اعتراف اجباری، یعنی اینو هیچ کس نمیتونه تو ایران نفی کنه که طرف میخوان به یه گروهکی بچسبوننش، میخوان یه حکمی براش ببرن، یعنی یه نقشه پشت اون شکنجه است. یعنی ما هیچ وقت نمیبینیم که یک شخص یا مثلا گرفته، حتی یه آدم عادی و اطلاعات مثلا گرفته باشه برده باشه، اصلا به خاطر یه دعوای خانوادگی، اون کسی که اطلاعات میبره تا یه چیز، یه برگه، یه امضای ازش نگیرن ولکنش نیستن، یعنی اون برگه رو عقب نوشتن تو خود اطلاعات، یعنی برای حتی یه دعوای ساده، یه دعوای اصلا دو طرف. و چه زمانی حکومت‌های دیکتاتوری به این نوع کارا دست میزنن؟ زمانی که دیگه خیلی اون به قول یارو گفتنی تحت محاصره افکار عمومیه، چه داخلی و چه خارجی، اصلا البته بیشتر داخلی، چون خارج براشون اصلا مهم نیست. حکومت‌های دیکتاتوری داریم میبینیم، مثلا کره شمالی، چین، روسیه، ایران، اینا اصلا براشون مهم نیست افکار مردم و خارج یا سازمان بینام، بیشتر رو چیزایی که داخله، یعنی برای یه جور حالت ماسمالی کردن که مثلا من نبودم این بود و اینا، میان دست به شکنجه میزنن، جوانا رو میگیرن، فرق نمیکنه، معلم رو میگیرن میبرن میشنن روی دورمین، یعنی فقط شکنجه خالی نیست. البته خوشبختانه هممون توی ایران بودیم، دوستانی اصلا الان توی ایران هم و اخبار ایران هم به دوستانی که بیرون از ایران دنبال میکنن افکار عمومی، یعنی حتی شما از خودشونی هم بیاره میگن تئوری توطئه، یعنی باور نمیکنن هیچ کدوم از این اعترافای زیر شکنجه رو، هیچ کس حتی از خودشونی هم باور نمیکنن، یعنی همه میدونن، یعنی افکار عمومی خوشبختانه دست کم نگیرین این گروه هایی که یا این جنبش هایی که مثل خودمون یا این کانون هایی که اصلا افشاگری میکنن یا در سمت و سوی هستن که مردم رو روشن بکنن در مورد بعضی از این مطالب. شاید مثلا به کانون یا امثال جنبش های مثل خودمون مثلا کارشون بی اثر به نظر بیاد یا کوچیک به نظر بیاد، اما وقتی شما اون خروجی رو نگاه میکنید میبینید که افکار عمومی خیلی داره نزدیک میشه به اون چیزی که اون کنشگرهای اجتماعی میخوان بهش برسن. این نشون میده که واقعا تلاشای کسایی که در اینجور کانونها، اینجور مؤسسات دارن کار میکنن و فعالیت میکنن در مورد حقوق بشر، اطلاع رسانی، کارشون خوب بوده. یعنی اینجور نبوده دوستان که همه نشستن نگاه میکنن هیچ کس هیچ کار، خب واقعا هم نمیشه کار کرد. شما مثلا با یه حکومت دیکتاتوری مثلا سازمان ملی چه کار میخوان بکنن باشه؟ مثلا بهش میگن آقا تو اعدام نکن، خب این اعدام میکنه، یعنی کاری واقعا به اون صورت دستشون برد، مگه که برخورد فیزیکی که اونم میشه جنگ دیگه. اگه بخوایم منصفانه بهش نگاه بکنیم واقعا سازمان ها الا چند تا بیانیه یا مثلا یه سری کشورهای پرقدرت مثل امریکا که میان تحریم هایی میذارن اینا، بقیه کشورها واقعا کاری نمیتونن بکنن. این که دوست عزیزی هم فرمود که ما انتظار داشته باشیم از کشورهای دیگه، واقعا اونا کاری نمیتونن بکنن، ولی خب مردم خودمون اگه آگاهی داشته باشن که دارن، به نظر من دارن به اون آگاهی جمعی خیلی نزدیک شدن و دارن میرسن، خیلی راحتر میتونیم اون این شکنجه ها رو حداقل بی اثر بکنیم یا اصلا قطعش بکنیم. یعنی دولت میرسن میبینه دیگه این همه شکنجه داره میکنه به جایی نمیرسه، کسی حرفش رو باور نمیکنه، اصلا کاری از پیش نمیاد. بازم من ادای احترام میکنم به عزیزایی که توی ایران توی زندان هستن و شکنجه دارن میشن، امیدوارم که یه روزی برسه که همه ایرانی ها هر جا که هستن، دوستانی هم که اون دوست عزیزمون هم که فرمود بله، کسایی هم که تو غربت هستن واقعا از شکنجه های روحی روانی دارن زجر میبینن، اینجور نیست، فرمودن طرف 30 سال
پیش خانوادهش بوده، یه زندگی داشته، حالا مجبور شده مهاجرت کرده، اونم تحت فشار. ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشت. سپاسگزارم جناب آقای بلوردی، متشکرم. بله، خوشبختانه مردم ما در واقع دارن میرسن به اون آگاهی که لازمه و یکی از نشونه هاش به نظر من همین اعتراضاتیه که هر روزه داریم میبینیم. یعنی داره قبلا مثلا هر دو سال، سه سال، پنج سال یه بار، دو سال یه بار اینجوری میشد اعتراضات، الان میبینیم مستمره، هر روزه، یعنی قطع نمیشه. یه روز معلم هاست، یه روز کارگر هاست، یه روز نمیدونم بازنشسته هاست، تامین اجتماعی فلان، میبینیم هر روز داره این اتفاقات میفته، هر روز مردم دارن مطالبه گری میکنن و این به نظر من بالا رفتن سطح آگاهی باعث این اتفاق شده. سرکار خانم زرین‌پور، بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید آقای ناصری، من هم میخواستم نظرمو در مورد شکنجه های سیاسی بگم. من خودم الان خواهر دو تا برادرم، دو برادر عزیزاده هستم که متاسفانه جمهوری اسلامی اونا رو اعدام کرده و الان یک برادر خودم در زندان به سر میبره که تقریبا 7 سال پیش عراق که خودمختاری گرفت که تو مهابات به خاطر شادی عراقی ها که اونجا خودمختاری گرفته بودن، پاکوبی بوده و این بود، برادرم به خاطر بچهش که مریض بود رفته بود، برادر کوچیکم رفته بود که استامینوفن بگیره، در صورتی که اونم الان دستگیر کردن، الان 4 سال از زندانش میگذره، 3 سالش مونده هنوز. واقعا مثلا خیلی شکنجه، خیلی بدرفتاری های بد که مثلا چقدر ممنوع از ملاقات بود و در صورتی که هیچ کاری هم نکرده بود. اون خیلی بی ادارتی میشه. واقعا من خودم به عنوان یه کرزبان خیلی از دست یعنی رژیم جمهوری اسلامی خیلی خیلی ناراحتم. یعنی الان مثلا پسر عموی منو که سیاسی بود، خب بالاخره ضد انقلاب بود، اونو گرفتن اعدام کردن، ولی در صورتی که اونو اعدام کردن، اونو تو ماشین که با تناب کشید کشان تو شهر مهاباد بوکان، مثلا الان اهل بوکان بود پسر عموم، ولی اونجا که توی شهر اونو جلوی تمام مردم کشان کشان با جسد مرده کشون کشون که میکشوندن. واقعا یعنی اون چیزی که اگه واقعا الان که اینا مثلا در مورد شکنجه و در مورد چیزایی که گفتم، من اینجا واقعا خودم الان اشکام میاد پایین، به خاطر این روم نشد که اصلا با تصویری حرف بزنم، به خاطر اینکه واقعا هر کسی مثلا میشینه ناراحتی خودش به خصوص داره. من الان مثلا خودم 5 سال اینجا هستم، در صورتی که شوهرم رو بخواه گرفتن تو زندان و حتی من مقاله چاپ کردم و حتی آقای شفایم در حضور هستن که من مثلا عکس شوهرم رو صورتش رو نذاشتم فعلا، چون اون فعلا در ایران هست، ولی تمام قسمت هایی که شکنجش کردن و اینا همه شو عکس گرفتم و تو مجله چاپ کردم که ببینی که تو ایران چه بلای سر شوهرم آوردن. میگن یا باید بگی زنت برگرده یا اینکه باید ازش جدا بشی. و اون مثلا در سختری شرایط تو ایران هستش، چند دفعه قاچاق اومده که بیاد بیرون که متاسفانه تو ترکیه دوباره دیپورتش کردن، الان هم ایران هم که دوباره دیپورتش که کردن، الان تو زندان شوهرم. یعنی خیلی واقعا اون چیزایی که بهش اشاره میکنن در مورد ناعدالتی جمهوری اسلامی واقعا همش صحت داره. هیچ کشوری دنیا غیر از جمهوری اسلامی کسی اینقدر اعدام نداره. الان من 2 تا برادرم به خاطر چی اعدام کردن آخه؟ الان یه برادر دیگه من به خاطر که خانوادم سیاسیه، چون سابقه داریم، بیچاره رفته بیرون یه چیزی بخره و در صورتی که گرفتنش 7 سال بهش حبس دادن، 2 تا بچه داره، در صورتی که واقعا این به عدالتی هستی که ببخشید که گوش دادیم به حرفای من. مرسی خانم زرین‌پور، متشکرم از شما. بله، خب داریم در رابطه با در واقع یک حکومتی صحبت میکنیم که نرمال نیست، در واقع یعنی به شکل وحشیانه‌ای واقعا با مردم خودش رفتار میکنه و از هیچی هم هیچ ابایی نداره. اینکه شما میگید حالا به جسد برادرتون هم رحم نمیکنن و حتی جسدش هم اونجوری میکشن، واقعا آدم نمیدونه اسم اینا رو چی بذاره، چی بهشون بگه واقعا. آقای ناصری ببینید، با خدا یه چیزی مورد یادم رفت بهتون بگم. الان اگه هر کسی ایرانی باشه و اهل ایران باشه شاید شنیده باشه، تو مهابات که اون وقت احمدی نژاد رئیس جمهور بود، یه پسری به اسم شوانه که
به عنوان یه سیاسی اونو گرفتن که توی زندان چه جوری شکنجه‌اش کرده بودن، یعنی من روم نمیشه بگم که چه بلاهای سرش آورده بودن. بعد که حتی احمدی نژاد نیومد مهابات قیام کرد، تا نیومد لباس کردی پوشید، از مهابات به حساب اومد که محیط رو آروم کنه چی کنه، یعنی افتضاحی کرده بود. بعد اون پسر رو نمیدونی به چه شکلی بدی کشتن و چه جوری تو مهابات اونو به افتضاح جلوی مردم نشون دادن. مردم هم دیگه به از زن و مرد قیام کردن و نه به یک سپاهی، نه به آرتش، نه به هیچ کسی رحم نمی کردن، تا اینکه خود احمدی نژاد اومد مهابات. این یه چیزیه، اگه تو بری تو گوگل سرچ کنی بنویسی این که احمدی نژاد با لباس کردی رفته مهابات، خودش میاد همه توضیحاتش، که بنویسی شوانه، که بعد حزب دموکرات اومد جسد اونو از قبر در آورد و شبانه اونو برد تو اربیل عراق دفنش کرد. در صورتی که اینقدر افتضاح کردها رو میکشه، اینقدر افتضاح بی‌رحمی میکنه که نگو. متاسفانه خانم، بله متاسفانه خانم زرین‌پور، اتفاقاتی که به وفور داره توی کشور اتفاق میفته و هر روزه میبینیم داره بیشتر و بیشتر هم میشه. مثلا جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم. آقای ناصری، میخواستم در مورد حرفای آقای نوروزی حرف بزنم. میخواستم بپرسم آقای کرمی، فقط این بحث دو طرفه نشه، ممنون میشم نظر خودتون رو بگید، حالا کاری به صحبتهای جناب آقای نوروزی نداشته باشید، نظر خودتون رو بگید. ناصری عذر میخوام، ولی ایشون حالا یه حرفی زد، اگه امکان داره من میتونم یه جوابی بدم فقط. آره، فقط خصوصی هم نیستش، مخاطب قرار ندیم کسی رو، نظرتون رو اگه هست میتونید. نه من کسی مخاطب قرار نمیدم، فقط کسی اشتباه برداشت نکنه که در جواب کسی دیگه ای گفته باشم، به همین خاطر گفتم میخواستم جواب آقای نوروزی رو بدم که کسی حرفای منو به خودش نگیره. میخواستم بگم آقای نوروزی، تا حالا خفه شدی زیر چهار نفر، دست چهار نفر، تا حالا پنج نفر با پوتین رفته رو سرتون، تا حالا بدترین شکنجه ها شدی که یه هفته نتونی پشت بخوابی. ببین آقای ناصری، دقیقاً 80 85 میلیون جمعیت ایران الان، 60 65 میلیون ما زیر شکنجه ایم، یک نفر و دو نفر نیست. ایشون میاد مقایسه جمهوری اسلامی رو با زمان شاهنشاهی میکنه، من طرفدار شاهنشاهی نیستم، اصلا اینجا بگم طرفداری از هیچ کسی هم نمیکنم، ولی آیا زمان شاهنشاهی اینقدر ما زندانی سیاسی داشتیم؟ ببین الان جمهوری اسلامی از هر روشی برای مرگ شهرونداش استفاده میکنه، از هر روشی، میخواد از ساختمونش باشه، تصادفش باشه، از سیاسیش باشه، از هیچ چیزی دریغ نمیکنه، از هیچ چیزی. ببین سال 1999 اعدام ترکیه تا الان اعدام نداره. میخواستم اینو بهش بگم که 43 سال با الان فرق میکنه، خیلی چیزا فرق کرده. آره 40 سال پیش، 40 و اندی سال پیش، خیلی از کشورها روزای 10 نفر اعدام میداشتن، بدترین شکنجه ها داشتن. نمونهش همون ترکیه، از سال 1999 تا الان یک نفر اعدامی نداره، شکنجه هم نداره. جمهوری اسلامی از هر روشی دریغ نمیکنه که بکشه، به جنازه رحم نمیکنه. در مورد حرفی که میگه ربطی به دینم نداره، در جواب آقای ترقیبی ایشون گفت، ببینم این چیزی که اومده 1400 سال پیش که اومده قطع انگشت، اینا اون موقع این کارو میکردن، دستو میبریدن، انگشتو قطع میکنن، همون روشی که الان طالبا و نمیدونم داعشیا دارن استفاده میکنن ازش. اینو از کجا اومده؟ این از طریق دین داره میگه. این دینشون که بهشون گفته کسی که برادرت کشت برادرشو بکشه، کسی که انگشتتو برید انگشتشو ببر، کسی که چشتو در آورد چششو در بیار. اینم در جواب این سوالش. ولی جمهوری اسلامی دقیقاً 85 میلیون 60 میلیون 65 میلیون نفرش زیر بدترین شکنجه هاست، زیر فقر، زیر گرونیه، زیر، یعنی شکنجه همین نیست که بزنن ما، شکنجه همین نیست با یه چک و یه لگد بیافتیم زمین. از هر نظری که ما فکر میکنیم جمهوری اسلامی مردم، من خودم منوانی مردم جمهوری اسلامی مخاطب قرار نمیدم، چون اینا کسایی هن که روی این مملکت حکومت میکنن، سر این مملکت دارن حکومت میکنن، اصلا تعلقی به ایرانی و ایرانی بودن هم نه. مشکل اصلی ما اینه، مشکل بدبختی ما اینه. فقط ما شکنجه شاید تو یه سیلی خوردن ببینیم، یه خفگی ببینیم، یه باتوم خوردن ببینیم، آره اینم شکنجه است، ولی ما 60 65 70 میلیون جمعیتمون زیر شکنجه، از هر قشری بخوای بگیریم، از معلمش بگیریم، از دبیرش بگیریم، از خود نظامیش هم بگیریم،
از کارگرش بگیریم، سال هاست ما هم زیر شکنجیم. فقط میخوام صدای هم باشه. همین که الان خواهر گلم حرفی زد، میگه به جنازه ما مجبوریم جنازه هامون رو از خاک در بیاریم، شبونه بریم قایمش کنیم. خیلی از جنازه ها داریم هنوز معلوم نیست تو سرخونه است، تو خرابه است، تو آشغالدونیه، پرتش کردن، به صاحبش پس ندادن. ایشون مرد تمام، ولی این خانواده‌اش هنوز زیر شکنجه است. هر روز پدرش زیر شکنجه است، مادرش زیر شکنجه است. شکنجه فقط جسمی نیست، روحیه، و شکنجه روحی هزار برابر از اون شکنجه جسمی بدتره. الان ایشون فرمودن که بله خواهر من، برادر من، شوهر من اونجا هستن، ولی حاضرم به جرأت بگم اینو، همین که ایشون الان شاید از اونا هم دور باشه، این یکی از بدترین شکنجه یک سر این خواهرشون داره. شاید اگه برگرده ایران بدترین شکنجه بشه، ولی در این حد اذیت نشه. امیدوارم دست جمهوری اسلامی روزی از سر این مملکت کوتاه بشه و پایان این آخوند و آخوندی باشه، پایان این رژیم کثیف اسلامی باشه، چون همه خسته شدن. ممنونم، بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، مایکو راه میکنم. مرسی آقای کرمی، متشکرم، ممنونم. میدونم ناراحت هستین، بالاخره خب اون شرایط رو دیدین و یادآور اون شرایط هم واقعا خیلی سخته. حالا ما یه مشکلی که داریم در واقع، خب در رابطه با ادیان نخواهیم صحبت بکنیم، چون ما داریم تو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت میکنیم، هر دینی برای ما محترمه، فرق نمیکنه اسلام باشه، مسیحیت باشه، یهودیت باشه، هر دینی برای ما باید محترم شمرده بشه، وظیفه ما اینه به نظر من. ولی مشکل الان این خود دین نیست، مشکل الان همین چیزی که آقای نوروزی هم فرمودن، بحث جدایی دین از دولته. یعنی ما باید روی این متمرکز بشیم، روی این آگاهی رسانی بکنیم که دین باید از دولت جدا بشه. دین من کاری ندارم، دین مشکل داره، من اصلا این شناختی هم به حالا ادیان ندارم خیلی، ولی صحبت من اینه، میگم دین نباید با دولت و با حکومت و با قدرت در واقع ادغام بشه. این دوتا باید از هم معقوله کاملا جداست، باید از هم دیگه جدا بشن و اونجوری میشه که دیگه اون شکنجه ها، خشونت هایی که داره اتفاق میفته، میتونیم بگیم دیگه اون موقع ربطی به اون دین نداره. اون موقع اون حکومتی که اونجا سر کار داره حکومت میکنه، تمام و تمامش از قوانینیه که توی اون کشور حاکمه و داره توی اون کشور اجرا میشه. پس به نظر من روی این بیشتر تمرکز کنیم که وظیفه ما به عنوان فعال حقوق بشر جدا کردن دین از دولته، حالا نه تخریب فلان دین یا تخریب فلان دین. مرسی از شما جناب آقای ترغیبی، بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی آقای ناصری عزیز. یه موردی که خانم زرین‌پور گفتن در مورد جنازه گردانی توی شهر، در زمان جنگ بود که منم از کسایی که اطراف خودم شنیدم، در مورد جنازه گردانی توی شهرها، منم مثل خانم زرین‌پور توی شهر سرپرزهاب هم توی روستای سرپرزهاب بزرگ شدم و داستانی که از اطرافیانم شنیدم، بله دقیقا همین کارو کردن و یک شخصی از روستای ما رو اعدام کردن همون زمان و دقیقا همین بلایی که سر اون شهروند بوکانی آوردن سر این شخص هم آوردن و توی شهر گردوندن، حتی به جنازش هم رحم نکردن متاسفانه. این اشاره به اون مطلب خانم زرین‌پور بود و نمیخوام جواب بدم آقای نوروزی که فرمودن. من بحثم اینه، دو شخص میتونن شکنجه‌گر باشن، یکی منافع شخصیه، یکی بر اساس ایدئولوژیه و به خصوص ایدئولوژی که مقدس باشه. یک شخصی که میاد شکنجه میکنه بر اساس اون ایدئولوژی که متاسفانه توی ایران حاکمه دارن شکنجه میکنن. و من اینو در مورد حسین فهمیده گفتم، گفتم توی کتابهای ما توی زمان بچگی میان به ما آموزش میدن که همچین کاری کرد. آقا کاری ندارم به ملی بودنش یا مذهبی بودنش، این آموزش آموزشی خلاف عرف، خلاف قانون بشری، این باعث اشاعه خشونت میشه. چرا ما همچین آموزشایی باید داشته باشیم؟ چه سودی داره که ما بگیم توی آموزش به بچه‌هامون بگیم که آره یک شخصی، یه بچه اومده 13 سالش بوده رفته زیر یک تانک خودش منفجر کرده. این به درد یک جامعه نمیخوره که فردا
شما انتظار یک جامعه صلح طلب رو داشته باشین. من منظورم این بود آقای نوروزی، و اون تفکری که ایجاد کننده یه همچین چیزی است به نظرم مقدس بودنشه، باعث همچین کاری میشه و به درد جامعه ما، به درد هیچ جامعه نمیخوره، نه فقط جامعه ما. این آموزش ایدئولوژیک فقط خشونت ایجاد میکنه. و به شما هم گفتین آقای نوروزی که زیاد از دین سوء استفاده میکنن. متاسفانه ما حالا ما بحث دین رو وسط نکشیم، ولی به کارهایی که میکنن، آقای کرمی اشاره کرد، قطع انگشت، نمیدونم کشتن برده در مقابل برده، شخص در مقابل برده، بردهداری و خیلی چیزایی که توی این ایدئولوژی هست متاسفانه توسط این حکومت داره اجرا میشه. اگر این قوانین 1400 سال پیش نبود، این احکام هم الان اجرا نمیشد. نهایتا اون زمان اجرا شده، و اگر این قوانین به صورت یک قوانین الهی در نمی اومد، طی زمان مثل همه جوامع مختلف فراموش میشد و الان قوانین حقوق بشری جای اینو میگیره. ما اگر حرفی هم میزنیم نمیخوایم به توهینی به کسی بشه، به دینی بشه، به چیزی بشه. فقط میگم اینه، اگر این قوانین الهی نمیشد، خدایی نمیشد و مقدس نمیشد، الان در رأس جامعه ما قرار نمیگرفت و یک شخصی مثل آقای خمینی یا آقای آیت الله خامنه‌ای اینها رو اجرا نمیکرد الان و فراموش میشد به راحتی. متاسفانه میگم این بحث ها رو تو جای خودش باید انجام بدیم، ولی اگر این قوانین داره اجرا میشه به همین خاطر، به خاطر مقدس بودنش. مرسی. ممنونم جناب آقای ترغیبی بابت اظهار نظرتون، سپاس از شما. آقای بولوردی بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون ازتون جناب ناصری عزیز. پیرو صحبت های دوستان شکنجه همونجور که فرمودیم ابعاد خیلی گسترده ای داره و ما الان بسیار بحث آزاد خیلی خوبی داشتیم و خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم برای آینده، برای خودمون در کانون برنامه های متنوعی میتونیم از این بحث خیلی جالبه که اصلا چطوری میتونیم با این نوع شکنجه ها، حالا فیزیکی رو که نمیتونیم واقعا، یعنی با اون بعد با دکتر و اون چیزهای درمانی انجام بشه، ولی چیزهای روحی رو شما مثلا ببینید، یه شکنجه نرمی که الان توی ایران چند وقت بود افتاده بود، این بچه های دانش آموز خردسال رو میبردن به زور، حتی پدر مادرها خیلی ها کلیپ پر میکردن که ما راضی نیستم مثلا فرزندمون بره سلام فرمانده رو بخونه. ولی خیلی جالبه، ما دیدیم که با 4 تا هشتگ و با 4 تا کلیپ طنز اصلا فید شد این سلام فرمانده، اون شکنجه نرم اصلا نیست، نابود شد. یعنی یه جورایی حتی خود حکومت هم فکر میکنم دیگه خندهشون بگیره اگه بخوان از این یه جورایی فکر میکردن برگ برنده است و میخواستن مردم رو شکنجه بدن. خیلی حکومتمون خیلی باحاله، همیشه کاریو میکنه که مردم دوست ندارن، کسی رو میاره که مردم ببین همجور که دوست. شکنجه واقعا ابعاد خیلی گسترده‌ای داره. مثلا یه شخصی که به جلاد معروفه میاد میذاره رأس حکومت، خب اینم یه نوع شکنجه است دیگه. شما شکنجه روحی میبینید، شکنجه سفید داریم، شکنجه نرم داریم، شکنجه فیزیکی داریم، ولی خب بدترین نوع شکنجه ها همین شکنجه های روحی روانی هم. خب ما توی کانون مثلا الان داریم به همین بحثی که امروز داشتیم میتونیم مثلا راهکار بدیم که این نوع شکنجه رو، همونجور که گفتم شکنجه فیزیکی واقعا کارش نمیشه کرد، اون دیگه به توانایی خود اون شخص، ولی شکنجه روحی ما همون تو ایران بودیم، از بچگی با این شکنجه ها بزرگ شدیم، یعنی تو ناخودآگاهمون یه جوری هست. یه جور اگر توجه بکنین ما هممون یه جور سرخوردگی از این حکومت داریم، هر کسی به نوعی. دوستان کردزبانمون واقعا آدم وقتی صحبتاشون رو میشنوه مثلا متاثر میشه، مثلا برای شخصی که استانای مثلا مرکزی ایران شمالی ایرانه، وقتی من خودم وقتی میشنوه اصلا احساس میکنم اینو مالی از یه کشور دیگه دارن صحبت میکنن، یعنی انقدر این واقعا وحشتناکه این صحبت ها، اصلا انسان واقعا میمونه که چی بگه. من درک میکنم واقعا این خشم رو درک میکنم، اما باید به دنبال راه چاره باشیم دوستان. بعد این کودکانی که الان در ایران هستن، این فرزندان آینده ایران، ما که الان داریم به سعی تلاش خودمون رو میکنیم که چند خیلی کم ولی یه جوری
یه آرامشی به یه قشری از جامعه که دنبال اینه که آگاه بشه برسیم. حالا یه عده که دوست ندارم اونا، ما کاری بهشون نداریم، اما ما وظیفه خودمون میدونیم که بیایم و این آگاهی رسانی رو بهشون بکنیم. و شکنجه به نظر من دوستان اصلا بزرگ و کوچیک، مرد یا زندانی، اون کودکی هم که الان داره تو اون سیستم، تو اون نظام، اون واقعا اون شکنجه، چون اون اصلا خودش نمیفهمه داره شکنجه میشه. ببین ماها درک میکنیم، پدر و مادر درک میکنن، ما یه قدرتی، یه توانی برای مقابله، حالا هر کسی به اون توان خودش داره، ولی اون کودک اصلا هیچ توانی نداره. اونو چجوری میشه آگاهش کرد؟ اون از طریق پدر و مادر، پدر و مادری که آگاه باشه، از طریق همین شبکه‌ها، از همین سوشال مدیا میشه واقعا آموزش‌های خوبی داد. الان شما ببینید کشورهای بزرگ دنیا هیچ ادیانی توشون ممنوع نی، هیچ چیزی توشون ممنوع نی، ولی مثلا میان فیلتر گذاری میکنن، میگن این برنامه مثلا برای این طیف افراده، برای این سنین خوبه، به این سنین اجازه، به پدر مادرها اجازه میدن که خود پدر مادرها فیلتر بکنن. مثلا مدرسه کاتولیک داریم، مدرسه پروتستان داریم، یعنی پدر مادری که میره بچه‌ش اونجا ثبت نام می‌کنه میدونه که آقا این مدرسه با ایدئولوژی کاتولیک، مثلا هیچ کس هم با هیچ کسی مشکلی نداره. و این از کجا نشأت میگیره؟ از آگاهی. دوستانی که تو اروپا یا کشورهای امریکای شمالی، کشور کلا کشورهای جهان اول زندگی می‌کنن، دقیقاً میدونن که منظور من چیه. و امیدوارم واقعا هیچ وقت دیگه ما از این اخبار از ایران نشنویم. امیدوارم که عزیزان کردزبان، دوستان عزیزان سیستان بلوچستانی، هر عزیزی که در ایران واقعا زیر ظلم و شکنجه و اعدام‌های وحشتناک هست، رهایی پیدا بکنه. ممنونم از تو که این وقت رو به من دید. سپاسگزارم آقای بلوردی. بله واقعا ما امیدواریم این اتفاق بیفته و یه جورایی از صحبت‌های شما رو می‌خواستم جمع‌بندی بکنم، صحبت‌های دوستانو، و در واقع نتیجه‌گیری بکنم. حالا شما به بخشم اشاره کردین، وظیفه ما الان به عنوان فعالان حقوق بشر، حالا در رابطه با همین شکنجه‌های روحی شما بهش اشاره کردید، فضای مجازی که حداقل در دسترس ماست، ما می‌تونیم به نحو احسن ازش استفاده کنیم. رسانه آنچنانی نداریم، رسانه‌های حکومتی که خب دست حکومت و با اون بودجه‌های میلیاردی خودش که تا میتونه برنامه سازی میکنه تا بتونه اون قشری رو که خودش دوست داره به سمت خودش جمع بکنه، ولی مایی که این بریم حداقل میتونیم از این رسانه‌های اجتماعی نهایت استفاده رو ببریم، اینستاگرام، توییتر، آگاهی رسانی بکنیم به مردممون که حداقل در این زمینه آگاه بشن، بتونن مقابله به مس کنن با اتفاقاتی که راهکارهایی که جمهوری اسلامی داره پیاده میکنه. وظیفه ما اینه که مقابله بمس کنیم با اونا تا بتونیم در واقع یه جورایی بشکنیم اون ترفندی که اونا دارن پیاده میکنه. سپاسگزارم از همه دوستان عزیز، از همه همکاران گرامی که در جلسه امروز ما حاضر بودن. تشکر میکنم از همکارانی که در برگزاری این جلسه به ما یاری رسوندن، منشی جلسه خانم لیلا ابو طالبی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای امین بلوردی بهمن و جناب آقای اسفندیار سنگری، و ادمینا خانم نادیا مشرف و آقای حسن حمزه‌زاده. سپاس از همه همکاران عزیز. من ختم جلسه رو در ساعت 16:50 به وقت اروپای مرکزی اعلام می‌کنم.